بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. با هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما و همکاران بنده قرار گرفت در وصال حق تا خدمتگزار شما بینندگان عزیز باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. امیدواریم در هر گوشه و کنار این کره پهناور خاکی که هستید، هر روزتون بهتر از دیروز باشه و توفیقات روزافزون الله تعالی قرین راه شما باد. و امیدواریم در لحظاتی که فرصتی پیش میاد و خلوتی دارید با الله متعال در دل شب، در ابتدای روز، انتهای روز و در گرما گرم کار، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. خیلی وقتا انسان وقتی که دلش میگیره و دوست داره مقداری آرامش پیدا بکنه، دوست داره که مقداری فرار بکنه از بار فشار روحی که بر اون مسلط شده، پیش دوستی، آشنایی، فامیلی، قومی میره و میشینه، شروع میکنه باش صحبت کردن، شروع میکنه باش درد دل کردن، میخواد تسکین پیدا بکنه. انسان یک موجود اجتماعیه و وقتی که در جمعی از دوستان و آشنایان و اقربا و هم نوعان و همسنفان خودش قرار میگیره، احساس میکنه که با صحبت کردن با اونها، درد دل کردن با اونها و با درمیان گذاشتن مشکلاتش با اونها، مقداری از اون فشار روحیش آروم میشه و مرهمی میشه بر زخمهای درونیش و تسکین پیدا میکنه. اما متاسفانه بعضی وقتها مشاهده میشه که هدف ما از این حرکت، هدف ما از این که میریم و میشینیم و با بقیه درد و دل میکنیم و زخمها و دردهای خودمون رو بیان میداریم، هدف ما اینه که آروم بشیم. میبینیم که نتیجه عکس میده، میبینیم که بسیار پشیمان میشیم و سخت پشیمانیم از این که چرا این کار رو کردیم. ما قصدمون این بود که مرهمی بر زخم ما گذاشته بشه، نمک پاشیده میشه روی زخم و زخم بدتر و بدتر میشه و چه بسا به حدی میرسه که انسان دیگه جرأت نکنه حتی با کسی درد دل هم بکنه، جرأت نکنه با کسی بشینه و صحبت هم بکنه و درس عبرتی میشه براش و چه بسا به دوبری های خودش پیشنهاد بکنه که هیچ وقت سفره دلتون رو پیش دیگران پهن نکنید، چرا که کم پیدا میشن کسانی که براشون مهم باشه که در دل شما چی میگذره. و وقتی که سر سفره دل شما میشینن، در ظاهر دارن گوش میدن اما در حقیقت به دنبال یک سوژه میگردن برای سخنچینی. امروز میخوام با شما عزیزان درباره این بیماری، درباره این درد صحبت بکنیم، دردی که به نیت درمان به سراغش میریم اما زخمهای ما رو بیشتر میکنه. سخنچینی یکی دیگر از بیماری هایی که زبان باش مبتلاست، یکی از بیماری های مهلکی که چه جمع های فراوانی رو که از هم پاشوند، چه گرم کانون هایی رو که سرد کرد و چه روابط تنگا تنگ و دوستانهی که بر اثر سخنچینی به رابط های تیره و دشمنی تبدیل شد. سخنچینی یکی از بیماری هاییه که واقعا جا داره ما در زندگی دید دیگه ای بون داشته باشیم، بررسی بکنیم ببینیم که آیا دوست داریم ما وقتی به نیت مرهم گذاشتن بر دردهای دل خودمون، بر سفره دل خودمون پیش دیگران میریم، اونها برن و این صحبت هامون و این اسرارمون و این رازهایی رو که ما اون رو حریم، در حریم خودمون راه دادیم و اون رو محرم دل خودمون دونستیم، به جای دیگه پخش بکنه و بره به دیگران بگه و بره اینها رو بر ضد ما استفاده بکنه. اگر دوست داریم که کسی دوست نداره، اون موقع به دیگران اجازه بدیم و به خودمون اجازه بدیم. وقتی که دوست نداریم،
به خودمونم اجازه ندیم که درباره دیگران سخن چینی بکنیم و اسرار اونها رو فاش بکنیم و طوری بشه که دیگه این حاشیه امنیت در جامعه شکسته بشه که کسی جرأت نکنه سر سفره دل خودش کسی دیگه ای رو دعوت بکنه و راه بده. سر سفره دل با شما نشستیم و داریم درد دل میکنیم با شما عزیزان درباره بیماری های دل و درباره بیماری های زبان به همراه کارشناس محترم برنامه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و باز هم الله را سپاسگزاریم و خوشحالیم از این که در این برنامه همین فرصت نصیب گردید تا از نزدیک شاهد چهره زیبایشون باشیم و از نزدیک شنوای کلام شیوایشون در سر سفره دل شما عزیزان بیننده. جناب دکتر عرض سلام و ادب دارم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان عزیز و دوستان اتاق فرمان و همه شبکه جهانی وصال حق و از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید از همتون کمال سپاس و تشکر رو دارم و اگر اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم و پیروزی بزرگ و نامین مجاهدان قسامی رو به امت اسلامی تبریک بگم که بعد از بیش از 51 روز جهاد، تلاش، صبر، مقاومت این رادمردان تونستند پوزه رژیم اشغالگر صهیونیستی رو به زمین بمالند و امید است که خداوند منان پیروزی های پربارتر و شایانتری رو نصیب امت اسلام در سرزمین های افغانستان، عراق، سوریه و سایر نقاط جهان اسلام و یمن و مصر و دیگر نقاطی که بحران در اونجا خیمه زده نصیب مسلمان ها بکنه. در خدمت شما هستم. خدمت از مست خواهش میکنم. چون بطور وقتی که صحبت از سخنچینی به میان میاد شاید هنوز ما یک برداشت دقیق و برداشت کاملی از سخنچینی نداشته باشیم. در ابتدای بحث اگر بخوایم معرفی بکنیم و تعریف بکنیم سخنچینی رو چه مواردی رو در بر میگیره و چه دامنه ای داره؟ سخنچینی یا خبرچینی یکی از بیماری های بسیار بسیار مهلک زبان هست که جامعه رو تحت شعای خودش قرار میده، روابط جامعه رو تیره میکنه و پیامدهای بسیار زشتی هم داره. و چه زیباست تصویر مولای سخن سعدی شیرازی در گلستان وقتی که فرمودن میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. کنند این و آن خوش دیگر باره دل، این و آن دوباره با هم رفیق میشند و دوست میشند و اون کدورتی که به وجود اومده بود برطرف میشه، حالا میمونه این سخنچین بیچاره که در این میان خودش رو سوخت. و ای اندر میان کوربخت و خجل، میان دو تن آتش افروختن نه عقل است و خود در میان سوختن. تصویر بسیار زیبایی است از سعدی در مورد سخنچین که میاد. در واقع سخنچین یک ذو الوجهین هست، انسانی است که دو چهره داره، میاد پیش این خودش رو عزیز و دوست این معرفی میکنه، حرفای دوستش رو کسی دیگر رو براش منتقل میکنه. هدف سخنچین آتش افروزی است، هدفش این هست که دو نفر رو به جون هم بندازه. حالا انگیزهش چی میتونه، چه انگیزهای مختلفی میتونه داشته باشه، اما هدف زیان رساندن است، هدف تیره کردن یک رابطه است که بین دو فرد وجود داره. چه بسا جام دکتر هدف حالا عمدی این کارو نکنه شخص. خیلی وقتا ما وقت صحبت میکنیم شاید قصد دشمنی نداره و قصد اختلاف نداشته باشه. غالبا سخنچین قصد داره که به اصطلاح، البته احیانا هم از روی نادانی و سذاجت این کار رو میکنه و احیانا از روی سماجت. وقتی هست که میاد مثلا نقل قولی حرفی رو میکنه که طرف مقابلش دوست نداره که این حرف برسه. در واقع سخنچینی یک نوع به اصطلاح فاش کردن راز هاست که بیا حرفی گفت فلانی تو رو دوست نداره. حالا این حرف نیاز هم نیست که همیشه حرف باشه، احیانا سخنچینی گفتاری است، احیانا کرداری و احیانا حتی پنداریش. گفتاریش که میاد میگه که آقا فلانی در مورد شما همچین حرفی گفت، احیانا این حرف رو یک کلاغ چل کلاغ هم میکنه.
به هر حال از هر انسان یک حرفی صورت میگیره، یک اون فضا رو نمیتونه سخنچین منتقل کنه، سخن رو منتقل میکنه. طرف یک موردی پیش اومد، عصبانی شد، در اون لحظه حرفی در مورد شخصی از دهنش پرید بیرون، اون بیانگر اون جو هست. اگر خود مثلا طرفی که سخنچینی براش میاد به اصطلاح میرسه، سخن بهش میرسه که در مورد شما فلانی اینطور گفت، اگر خودش در اون فضا می بود و اون حالت رو میدید، اون واکنش رو میدید، شاید خیلی هم براش قابل تحمل بود. اما وقتی که سخنچین میاد، وجود خود سخنچین در این میان قضیه رو شعله برتر میکنه. اگر من میدونستم که آقای سلیمانی در مورد من همچنین حرفی رو زده بود، خودم میشنیدم، خیلی برام عادی بود. اما همین حرف خب چرا گفته شد؟ اون فضا رو اگر میدیدم که اصلا قابل تحملم بود و خیلی هم قابل گذشت هم بود. اما وقتی که یک کسی میاد در این میان و این حرف رو منتقل میکنه، وجود همین نامحرم خودش باعث میشه که من واکنش نشون بدم. خب آقا سلیمانی این حرف رو به من میگفت، خب اشکال نداشت. چرا جوری این گفت که این باز بیاد به من بگه؟ یعنی این طرف برای من دلسوزتر از اون. خب این یک نوع به اصطلاح تنش عاطفی و احساسی ایجاد میکنه. یا مثلا یک کردار طرف رو منتقل میکنه که فلانی تو اسم تو رو شنید همچین اخماش تو هم رفت، خب فلانی تو این حرف شد، حرفی که به اصطلاح به نفع ایشون هست یا به اصطلاح به هر حال بیانگر شخصیتی ایشون هست که مثلا فلانی چنین واکنشی از خودش نشان داد، پس اینجا سخنچینی اومد چیکار کرد؟ نقل اون کردار رو کرد. یا نقل پندار وقتیه که مثلا میگن که فلانی وقتی این حرف زده شد تو دلش میگفت ها، همچی میگه تو دلش انگار کرده بود تو دل. تا من در مورد شما حرف زدم همین اخمال تو هم رفت، انگار که من فوش بهش دادم. شاید به اصطلاح مورچه گازش گرفته بود در اون لحظه که واکنش نشون داد، اما این نه، اون واکنش رو برداشت کرد، تفسیرش کرد، انگار که رفته تو دلش، خبر شده که تو دلش چی میگذره و اون پندار و تصور اون رو هم منتقل میکنه. اینا همش در باب سخنچینی میاد و این یک صفت بسیار زشتی هست. همینی که سخنچین میاد به اصطلاح حرف کسی دیگه رو منتقل میکنه، مثلا وقتی که فلانی میاد میگه که فلان شخص در مورد شما اینو گفت که شما این صفات زشت و فلان و فلان رو دارید، تحمل اینی که فلان شخص همچنین حرفی رو در مورد من زد خب آسون تره، چون که اون طرف اون حرف رو زد جلوی روی من حداقل نگفت، بله، در غیبت من گفت. اما این سخنچین میاد همون حرف رو داره چی؟ تو روبم میگه. یعنی این کاری که این سخنچین میکنه به مراتب از کاری که اون طرف کرد، اون طرف در حال یک حیایی داشت، یک احترامی برای من قائل بود که دیگه این حرف رو جلوی روی من نگفت. بله. اما این نه، این همین حیا و این ستر رو، این پرده رو هم پاره کرده، داره همون فوشو تو روبم میگه. چرا حق به جانب من گرفت؟ بله، و اینه که به اصطلاح دوستارت هستم. یک قصه بسیار زیبایی از بنی اسرائیل، قصه‌های بنی اسرائیل نقل میشه که بیانگر این هست که چقدر این سخنچینی بده و چقدر حفظ اسرار دیگران و احترام شخصیت دیگران مهم است. در این روایت اومده که قحط سالی شده بود در زمان حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو گرفت و رفتن یک صحرایی در اونجا دعا کنن، دعای استسقا که خداوند بارون بده. وقتی دعا کردن ندا اومد به موسی علیه السلام که دعای شما پذیرفته نمیشه، این هزاران هزار نفری که اومدن دعا میکنن همشون مخلصانه و عاجزانه دعا میکنن، دعای همه اینها رد شد. با وجود یک پیامبر اولوالعزم، پیامبر اولوالعزم هست، این همه ملت مسلمون با ایمان دارن دعا میکنن، خداوند بهشون میگه که در این روایت که دعای شما قبول نمیشه، چون که در میان این انبوه جمعیت یه آدم سخنچینی هست. الله اکبر. یه آدم سخنچین در این انبوه جمعیت باعث میشه که به اصطلاح رحمت الهی از همه این
جامعه و از همه این ملت ها برداشته بشه. به خاطر نحوست این کار. به خاطر نحوست و زشتی این کار. این بود که خب حضرت موسی هم که بر حال حضرت موسی هست دیگه، در بینشون یک کسی باشه که ریگی تو کفشش باشه، گفت خدای من کیه که من حداقل بیرونش کنم یا یک گوشمالیش بدم دیگه. بعد خدا من متعال در این روایت اومده که گفتن که اگر من راز اون رو پاش کنم، من که دارم به شما میگم سخنچینی نکنی، حالا من بیام کنم سخنچینی بکنم، بیام راز اون رو فاش کنم، این که نشد. این بود که حضرت موسی این رو ابلاغ کرد به ملت که بله یک همچنین عنصر موذی و بدی در بین ما هست، پس باید هممون توبه کنیم که هر کس هست که خداوند توبه اون رو بپذیره و بر ما رحم کنه. پس ببینید که چه تصویر بسیار شدیدی هست که نحوست این عمل زشت رو بیان میکنه و در این حال ستری که از جانب خداوند، که خداوند یعنی کسی که سخن چینی کرد حداقل ما باز نیاییم آبروی اون رو جای دیگه نبریم. اشتباه یعنی کسی میاد مثلا خبر میرسونه به من که آقای فلانی در حق شما چنین کرد، خب این یک کاری زشتی کرد، یه سخن چینی کرد، حالا تا اینجاش باید من دیگه باز اینجا رسید به من که نباید میرسید، اینجا من باید ترمزشو بزنم، این نشه که من باز برم جای دیگه که آقای فلانی میگه که فلانی در مورد من همچنین حرفی زده ها. بعد خب کسی دیگه که شنید میگه مگه شنید نشنیدید تو پاتوق هر مجلسی هر جا چند نفر نشستم مگه نشنیدید فلانی از فلانی گفته که فلانی از فلانی شنیده که فلانی در حق فلانی چنین حرفی گفته. حالا در هر یک از این فلانایی که رفت چیزیم پیازداغی اضافه میشه، پیازداغی هم روش اومد و یک به اصطلاح فلفلی هم روش گذاشتن و یک به اصطلاح بهارات و به اصطلاح مصالحی هم گذاشتن، آخرش شد یک کلاغ، شد چهل کلاغ و همه به اصطلاح فضای به اصطلاح این دو شخص یا این دو خانواده یا این دو ملت به هم میریزید، تیره و تار میشه. جناب دکتر، تصویر سخنچین در قرآن چگونه است؟ اگر به قرآن مراجعه بکنیم چگونه الله تعالی به تصویر کشیده این افراد رو و صفاتشون رو؟ در قرآن کریم در سوره قلم ما تصویر بسیار زیبایی داریم از این سخنچین که در واقع شخصیت سخنچین رو از نظر به اصطلاح شخصیت روحی روانیش رو کاملا لخت و عریان میکنه و در این حال به ما راه علاج هم میده. درمانش چی هست؟ درمان رو از ابتدای کار میده. در آیات 10 تا 14 سوره قلم ما داریم که ولا تطع، اولین حرفش درمان هست، ولا تطع کل حلاف مهین، اطاعت نکن، گوش نکن، اصلا توجه نکن، اهمیت نده. درمان از اول راه رو برای ما مشخص که اگر خواستید از این بیماری که ذکرش خواهد اومد و خیلی بد هست، میخواید از این بیماری نجات پیدا کنید، اولین کار این است که واکسینه کنید، راه رو ببندید جلوش. راه بستنش هم اینه که آقا اصلا بهش توجه نکنی، حرفش رو گوش نکن. پیشگیری بهترین درمان هم میشه. بله. ولا تطع علا کی رو؟ کل حلاف مهین. این سیمای یک سخنچین هست. حلاف مهین هست. سخنچین هر وقتی میاد خب میدونه که کاری بدی میکنه. با خدا آقای سلیمانی، قسم به روح فلان، قسم به نمیدونم چی. حالا چی میخواد بگه؟ قسم زیاد میخوره. قسم زیاد میکنه. حلاف مهین هم هست، یعنی انسانی مهین، یعنی انسانی که از چشم افتاده، اسمانه خار، ذلیل، یعنی داره قرآن کریم اون رو تصویر میکنه، از داخلش انسان پوچی هست، انسان بیارزشی هست. آدم سخنچین قسم زیاد میخوره و آدمی هست که چی؟ رذیل و پست و بیارزش. به همین خاطر قسم میخوره که به خودش وجهه بده، وجهه بده. همه از مشاعم بنمیم، سخنچینی که از به اصطلاح صفتهای دیگرش اینه که هماز هست، عیبجو هست، دنبال عیب این اون هست، نحوه پوشش لباسش، نحوه حرف زدنش، همه چیزو یک انگار که دیگه چند تا دوربین دستش گرفته این طرف رو زیر چشم داره که یه عیبی ازش بگیره. هماز هست، خیلی به اصطلاح جستجو میکنه در پی گرفتن عیب و ایراد افراد هست. مشاع هست، یه مشاع این بنمیم، مشاع یعنی هی میره این ور اون ور،
زیاد مشی داره، زیاد رفت و آمد داره. برای چی؟ برای نمیم سخنچینی، هی میره پیش این، هی میره پیش این، که به اصطلاح یه کلم از اینجا بگیره یه کلم اونجا ببره، همچون انگار مثل زنبور عسلی که البته زنبور عسل مثل مثالش زیباست، حداقل میره مگس، از هم مثل مگسی مثل پشه‌ای که میره به اصطلاح چیزای کثیف رو از اینجا به اونجا منتقل میکنه. این برخی از صفتهاش هست. مناع للخیر هست و خیر رو نمیخواد، همیشه میخواد سد راه خیر باشه. یک به هر حال به هدف از سخنچینی چی هست؟ مثلا میخواد که یه خیری قراره به فلانی برسه، نمیخواد، میخواد جلوشو بگیره. آقای سلیمانی میخواد برن خواستگاری فلان جا، این نمیخواد، دیگه مناع للخیر هست، هی برو اینجا. آقا نمیدونید این چه جور آدمیه؟ در دو سال پیش ما در فلان جا بودیم، همچین حرفی زد. اصلا وقتی ما در کوچیکی تو مدرسه ابتدایی تو کودکستان با هم بودیم، اون وقتا این حرفایی میزد، یه چمش یه جایی بسا میخواد که این خیر صورت نگیره. مناع للخیر معتد اثیم، معتد هست یعنی تجاوز میکنه حد و مرز خودش رو رعایت نمیکنه، پاشو از گریمش فراتر میذاره، همیشه پاش از گریمش فراتره، به اصطلاح مو دماغ مردمه و دای دلسوز از مادر میشه. بله دقیقاً، که میشه نشون میده که من خیلی دلسوز شما هستم، خوبی شما رو میخوام. و انسانی است بسیار گناهکار، اثیم هست. عتل بعد ذلك زنیم، صفات چقدر هی داره پشت سر هم تکرار میشه، این همه سباشید تا از آیه 10 تا آیه 13 قرآن کریم همین شخصیت معقد و پیچیده این انسان بیمار رو ایدر توصیف میکنه، توصیف میکنه. سخنچینیش برای ما مشخص هست، پس نیاز نبود که قرآن برای ما بگه که مثلا این سخنچین است. خب ما هم میدونیم که سخنچین است، ذاتشو داره معرفی میکنه، اما چی داخلش چی میگذره، اون چیزی که ما نمیبینیم اون رو قرآن کریم به اصطلاح دوربین انداخته داخل این شخص، برای ما نشون میده که این چقدر بیماری داره ریشیابی میشه الان. دقیقاً. خب که این فرد عتل هست، کینه دوز هست، حقود هست، سنگدل هست، درشت خو هست و زنیم هست که دیگه انگشت نما شده الان. همه میدونن که این شخص چه انسان بدی هست. الان در همین معنا وقتی میایم در قرآن کریم نگاه میکنیم، ببینیم که قرآن کریم با چه شدت با این نوع افراد برخورد. در سوره رعد آیه 25 داریم که والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اونایی که عهد و پیمانی که با خدا داشتند رو به هم میریزند، به هم میزنند، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اون رابطه محبت و الفت که در جامعه باید باشه اون رو با سخنچینی و با به اصطلاح بدی هایشون به اصطلاح رفت و آمد و خبرچینی این رو میخوان به هم بریزن. خداوند متعال میفرمایند که و یفسدون فی الارض، هدف اینها فساد در زمین هست. خب اینها مجازاتشون چی هست؟ اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار، نفرین خداوند بر اونهاست و در آخرت هم جایگاهشون بسیار بسیار بد هست. یعنی تصور کنید جایگاهی است که قرآن میگه بده، حالا دیگه این همون قعر قعر جهنم نباشه کجاست؟ و در سوره حجرات قرآن کریم به ما میفهمونه که به اصطلاح اگر همچنین موردی کسی حرفی به شما رو زد نباید، قبلا سوره قلم به ما گفت که اصلا نباید توجه کنید، اما اگر یه موردی بود که مورد ساز بود به اصطلاح قضیه جان کسی، حرمت کسی مطرح بود، در این مورد باید فتبینو کنیم که مثلا یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، که شما نکنه که کسی رو تهمتی به اصطلاح به جهالت و نادانی حرف این سخنچین رو بگیرید و یک واکنش نشون بدید که فردا پشیمون بشید. طرف اومده به اصطلاح کسی هست که اومد خواستگاری، بعد کسی میاد میگه که بله من با ایشون بودم و من دوستش هستم، به شما توصیه میکنم، من هیچ مصلحتی در این میان ندارم، نه شما رو میشناسم نه شما منو میشناسید، اما به هر حال آینده یک انسانی رو من میبینم که تباه میشه، این آقا هدفش ازدواج نیست، ما با هم بودیم، ایشون گفتن که من میرم این دختره رو میگیرم، چهار روزی که من در این شهر هستم باش هستم، بعدم ولش میکنم میذارم میرم. این در دایره سخنچینی داخل نیست، این دیگه الان یک
ناموس یک خانواده، حیا و یک خانواده، آینده یک انسان داره تباه میشه و شما در این میان هم هدفت جلوگیری از این شر هست. حالا این شر رسید به من نوعی، حالا من چیکار کنم؟ حرف این رو بگیرم؟ شاید دروغ میگه، دشمنی داره با اون طرف. خب اینجاست که فتبینو، باید من این رو تحقیق کنم و حرف این رو همین شور هم نگیرم، به اون بنده خدا شاید به اصطلاح به اون ظلمی نشه و در این حال نمیذارم که یک ظلم و ستمی به یک انسانی بشه، یک به اصطلاح نفسی تباه بشه. یک کسی هست که به اصطلاح من میدونم گفته که به اصطلاح من میرم با فلانی خیلی ثروتمنده گولش میزنم، یک پروژه‌ای میدم که آقا با هم مشارکت میکنیم، بعد مالش رو بعد میدارم فرار میکنه. امکان داره هم این حقیقت داشته باشه و امکان داره هم نباشه. در این موارد باید قرآن کریم به ما میگه که فتبینو کنید، باید بیایید و تحقیق کنید. و قرآن کریم این سخنچین رو جایگاهش رو مشخص کرده که جایگاهش جهنم هست. ویل لکل همزتین لمزه. قرآن کریم میفرماید که ویل هست و بعضی از مفسرین میفرمون که ویل چی هست؟ میگن یک دره هست، یک جایگاه خاص در جهنم. برای کی؟ برای همزه ها، برای کسایی که در تفسیر همزه میاد که سخنچینی میکنن. اینایی که سخنچین هستن در واقع چیکار میکنن؟ در سخنچین در واقع هیزم آتش رو بلند میکنه، میبره در بین مردم آتش درست میکنه، آتش بیار معرکه است. واسه همینه که قرآن کریم وقتی که ابو لهب رو مورد سرزنش قرار داد و گفت که جایگاهش جهنم است و هلاک میشه، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، داخل جهنمی میشه که دیگه همش شعله و شعله است. همراه این ابو لهب بدجنس کافری که صد راه مسلمون ها بود چی است؟ کی است؟ همسرش. همسرش و امرأته حمالة الحطب، هم زنش که حمالة الحطب بود. در تفسیر حمالة الحطب میارن که میرفت سخنچینی میکرد، میرفت خبرچینی میکرد در علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. یعنی در انگار که حطب و هیزم به دوش گرفته و میخواد که به اصطلاح آتش بیار این معرکه باشه و همه رو بر علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و مسلمون ها بشورونه. که کسی که در همچنین فضایی داخل شد دیگه هیچ کسی نمیتونه به دادش برسه. این فرد در واقع خودش رو مثل ام جمیل، همین زن ابو لهب، به آتش جهنم انداخت. حتی اگر شوهرش هم پیامبر خدا باشه، در سوره مثلا تحریم حکایت زن لوط هست و زن نوح علیه السلام که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، همسرای دو تا از بندگان صالح ما بودن، فخانتاهما اما خیانت کرد. فلم یغنی عنهما من الله شیء، همسراشون که پیامبر بودن این چیز از دست اونا بر نمیاد که از اینا دفاع کنن. نه خیر، لوط، زن لوط چه کار کرد؟ زن لوط رو امیر رفت سخنچینی میکرد، رفت خبر داد به اون به اصطلاح فاحشه ها و انسان های هم جنس باز به اصطلاح کثیف که بیایید مهمون اومده خونه ما، رفت خبرچینی کرد بر علیه شوهرش. و زن نوح هم همین کار رو میکرد، میرفت در بین کافران و خبرچینی میکرد در علیه همسرش و میگفت که این دیوونه از حرفاش قبول نکنید، من که خب من همسرش هم من بهتر از شما میدونم که چه خبره. و به این صورت مثلا گور خودشون رو خودشون تو جهنم کندن. و با وجود اینی که همسران پیامبران خدا بودن، شاید پیامبران خدا از اینا مثلا صاحب فرزند هم باشن، یعنی مادران فرزندان پیامبران خدا، با این وضع پیامبران خدا هم روز قیامت نمیتونن واسه شون کاری بکنن. اینقدر این کارشون به اصطلاح سخنچینیشون کار بسیار زشت و به اصطلاح بدی بود. جملتون بعد از آیات کلام الله مجید در کلام گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب یقینا در زمان رسول صلی الله علیه و سلم هم این اتفاقات می افتاد دیگه، طبیعیه که جامعه بشری همیشه بیماری هایی که بوده چه جسمی چه روحی همیشه در طول تاریخ
وجود داشته، من جمله در عصر رسول صلی الله علیه و سلم. پیامبر اکرم علیه السلام در برخورد با این جریان چه فرمایشاتی دارن، چه توصیه‌هایی دارن؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک قاعده کلی میذارن، یک قاعده کلی که دیگه مثل ما که الان میگیم یک قاعده ریاضی هست که دو تا تا چهار تا میشه فرمول، این فرمول هست دیگه، الان در این فرمول هیچ چیز جانب استثنایی هم نیست و راه فراری هم نیست. میفرمایند که لا یدخل الجنت قطات، و در روایتی لا یدخل الجنت نمام، سخنچین وارد بهشت نمیشه. استثنا هم نداره. یعنی چه سخنچین وارد بهشت نمیشه؟ حالا این سخنچین کی هست؟ کی از جامعه اسلامی هست؟ یعنی چی؟ یعنی کسی هست که ایمان داره به خدا و رسولش، نمازش 20، زکاتش 20، نمیدونم روزش 20، حج هم رفته، شاید جهاد هم کرده، اما چی؟ سخنچین. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند لا یدخل الجنت نما. چیزی که جناب دکتر خیلی به نظر ما ساده میاد خیلی وقتها، یعنی ما خب ترک نماز برامون سنگینه، ترک روزه سنگینه، یا مثلا بی احترامی خدای نکرده مثلا به کلام، به خود مصحف، به خود مصحف قرآن کریم خیلی سنگینه برامون، حتی وقت زمین میفته همه به راست نامت اسلامی برمیدارن مصحف رو، با یک ناراحتی که چرا از دست افتاد زمین افتاد، و یا اینکه خب مثلا خوردن حرام سنگینه برامون، خدای نکرده نزدیک شدن به زنا و این منکرات اخلاقی واقعا سنگینه. اما اینجا میبینیم که جناب در این فرمایش رسول صلی الله علیه و سلم این کلمه خیلی سنگین بیان میشه، در حالی که به تعبیر قرآنی و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم، شما فهم میکنید خیلی چیز ساده ایه، در حالی که نظر الله تعالی بسیار عظیمه. ما خیلی وقتها روزانه وقت داریم صحبت میکنیم بدون اینکه در نظر داشته باشیم چی داریم میگیم، داریم سخنچینی میکنیم، و در حالی که انقدر خطرناک که حتی مانع ورود ما به بهشت میشه. دقیقاً ما نیاز هست که یک وارسی کنیم به برخی از باورهایی که به ما تلقین شده. بله خیلی برای ما سخته که کسی مثلا شراب بخوره، خیلی واسه ما سخته که مثلا فلانی میگن معتاد، آقا معتاد که شد یعنی انگار که هر چه صفتهای بد هست مال اینه. مثلا در جامعه ما کسی اومده خواستگاری دختری، میگن چطور آدمیه؟ خودمو تحقیق کردیم خیلی انسان خوبی هست، خوش اخلاق هست، پولدار هست، کارش خوبه، سربازیش هم که رفته، درسش هم خوبه، همه اینا 20. خب موردی هیچی شما ندیدید؟ میگن نه چیز خاصی نبود، فقط نماز نمیخونه. خوبه، این مشکلی نیست، یعنی یه چیزایی هست بسیار. اما اگر همین طرف همه این موارد رو میداشت، نماز هم میخون، روزه هم میگره، اما چی؟ معتاد. آقا معتاده، آقا نمیدونم سیگاریه. یه چیزایی رو ما بزرگ میکنیم در حالی که درست هست، اشتباه هست، چیزای بدی هست، باید توجه بشه، توجه باید بشه. معتاد یعنی چی؟ یعنی بیمار، مبتلا به یه بیماری هست، این رو میشه معالجش کرد، یعنی یه چیزی هست که قابل درمان هست. اما تری کسی که مشکل اینجا داره، این دیگه قابل درمان نیست، کسی که اعتقادش مشکل داره چیکار میشه؟ اینها چیزایی هست که بسیار مثلا میگیم آقا همهشون میبینید که افراد خیلی راحت نمازشو میخونه، میاد ماشاءالله خانه خدا، میاد حج هم میاد، عبادتش مثلا 20، اما چی؟ هیچی، پولشو گذاشته تو بانک، ربا میخوره، همون نزول یا سودی که میخوره، با همون هم اومده حج هم خیلی پر رو. خب اینو اصلا انگار حساب نمیکنه. وقتی میبینیم باز از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میپرسیم که این چی، میبینیم که تصویر بسیار بسیار وحشتناک است، که آقا شمایی که نزول خورید انگار مثل کسی است که شمشیر ورداشته خدا رو به جنگ طلب میکنه که بیا به جنگ من. پیغمبر نه، خدا، خدا رو، مثل کسی است که بیاد در به اصطلاح زیر ستار پوشش خانه خدا با العیاذ بالله با مادرش زنا کنه. چه تصویر بسیار زشتی که اصلا قابل حتی نطقش برای ما مشکله، تصورش تن آدم میلرزونه. این رو مقایسه میکنه با چی؟ با ربا. به خاطر اینی که این ریشه یک جامعه رو میکنه،
ریشه یک جامعه رو داغون میکنه. برای ما خیلی ساده است، میگه آقا فلانی هیچ عیبی نداره، خیلی آدم خوبی از اما همچین یکم سخنچینه. یه قصه زیبایی از دانش لحق آوردن در قصه های زیبایی که آوردن که طرفی بود اون وقتا که مثلا برده فروشی بود، رفت بازار یه برده‌ای بخره، رفت دید یه جوونی از چارشونه پهلوان، آقا این چند؟ دید خیلی قیمتش خیلی ارزون. تعجب کرد آقا این ماشاءالله پهلوان بولدوزر اینو میخواید به این قیمت؟ با این من نمیتونم به صلاح پیکانم نمیدم با پیکانم گیشی یک مرغ هم نمیتونم بخرم. گفتن آقا خیلی آدم خوبی است، مطیع، فرمان بردار، کارش بیست، هرچی بگی همون کارو میکنه، یکم دهن نقی داره. یعنی چی دهن نقی داره؟ یکم سخنچینه. خب این که چیزی نیست. و خریدش بردش خونهش، هر کارش ماشاءالله بیست بود. آقا برو مزرعه رو شخم بزن، برو گاوا رو برس، برو نمیدن این کار بکن، چشم. آقا هم سفرم. یه روز اومد پیش همین سرورش و گفت که میدونی چیه؟ میگه من برم واسه شما میسودم. آخری شما مواظب خودت نیستی، همسرتون به یک کسی دیگه دل بسته و اونم گفته که من نمیتونم کاری بکنم مگر اینکه شما شوهرتو بکشی که من بعد بیام خواستگاری. مواظب خودت باش، من نمیگم حرف منو گوش کن، یعنی فقط موضوع خود باشه. منم چیزی نگفتم بهش، از من نشکل بگیرم دوستانو گفتم بهت. بعد رفت پیش خانومه، گفت فلانی تو خیلی برای من خوبی کردی، جای مادر خیلی تو میخوام، خیراتو میخوام فلان، شوهرت من احساس میکنم که این جادو شده، دل بسته بیه خانومی، میخواد یه جا زن بگیری و من چون که خوبی تو رو میخوام رفتم و اینور اونور پرسیدم که این جادو رو چه کارش کنیم که حل بشه. به من گفتن که شما یک چاقوی تیز بگیر، شبی وقتی که همسرت خوابه یه چند تار مو از سرش ببر، اینو که ببری اون جادو خونسا میشه، مسئله حل میشه. این که چیزی نیست، خوبه در حال من چیزی نگفتم از من چیزی نشنیدی، نکنه که باز حرف برسه و باز سیدم منو تنبیهم کنم. گفت نه پسرم تو خیلی کار خوبی هم کردی. و این خانومه هم از وحشت که نکنه شوهرم منو رها کنه زنی دیگه بگیره، یه چاقوی تیز کرد که مثلا که موشو وقتی میکنه متوجه نشه و اون هم که دیگه ترس ورش داشته بود که این منو میکشه، همیشه هم میخوابید یه چشمی باز یه چشمی بیدار میخوابید مثل گرگا، مثلا موعظه بود که چی میشه. تا احساس کردی شبی که همسرش از کنارش بلند شد رفت، اینم خودشو به خواب زده بود و مواظب، یه چاقوی هم زیر سرش همیشه گذاشته بود که در هم موارد حساس مثلا اوشانس از خودش دفاع کنه. تا دید که بله خانومه ساتور به دست، چاقو به دست وارد شد. تا اینو دید فهمید که اومده منو بکشه، فوراً خودشم برخواست و چاقو رو از زیر بالشش در آورد و خانومه رو در جا کشت. خانومه رو کشت و ویلا شد و خانواده همسر اومدن چی شد، دختر ما رو کشتی، اینو کشتن. دوتا فامیل به جون هم افتادن و چقدر انسانهایی که در اینجا جان دادن به خاطر چی؟ به خاطر همین عیب خیلی کوچولو، عیبی که به صورت تصور میکرد در این غلام عیبی کوچیکی هست. همین است که ما میگیم که خیلی چیزها هست که ما گمان میکنیم، خیلی چیزهای کوچیک و پیش و پا افتاده ای هست و میبینیم که چقدر بزرگ هست. لا یدخل الجنة نمام. و در حدیث دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با صحابه رد میشدن، پیامبر خدا بهشون وحی شد که این دوتا قبری که اونجا بود، که این دوتا قبر درشون عذاب بسیار شدیدی هست و فرمودند که انهما لیعذبان، صاحبان این دوتا قبر عذاب میشن الان در قبر. یکی از
مثلا سخنچینی و کارهای زشت، همین دیگه، عذاب قبر قبل از عذاب روز قیامت. و ما یعذبان فی کبیر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که اینها عذاب میشن، شکنجه میشن تو قبراشون، البته در تصور شما چیزی بزرگی نکردن، در تصور عام جامعه اینا کار بد بزرگی نکردن، کاری کردن خیلی کوچیک بوده، به نظر میرسه کوچیکه. یکیشون کارش این بود که نظافت نداشت، میرفت دستشویی خودش رو خوب تمیز نمیکرد، به وضوش زیاد اهتمام نمیداد، اهتمام نمیداد، به لباسش کثیف میشد، خودش کثیف میشد. دومی چی بود؟ سخنچینه بود. دومی کسی بود که به سلام سخنچینی میکرد. اما احدهما فکان یسعى بالنمیمه، یکی از این دوتا در بین مردم رفت آمد میکرد و کارشی بود خبرچینی و سخنچینی. الان با این کاری که در تصور ما یه دهلقی خیلی معمولی هست، یه گزارشه فقط، ما فهم میکنیم یه گزارش داده، خوبه خیر ما رو هم میخواد بنده خدا چیزه، ولی که نگفت اومد واسه ما خیر، خیر ما رو نمیخواست، این حرف رو نمیرسون. تصور ما این هست، اما میبینیم که در قیامت هنوز برپا نشده، تو جهنم که اونجا مثلا جاش داره آماده میشه، این تو قبر داره پیش و پیش تقاس پس میشه. این مسلمان هم بودن این دو نفر؟ هر دوتا مسلمان بودن، هر دوتاشون مسلمان، و تو مثلا قبرشون عذاب میشن به خاطر چی؟ به خاطر همین سخنچینیشون. و در حدیث دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که در مورد اصحاب من نیایید حرفای این و اونو به من نرسونید، چرا که من میخوام که همیشه وقتی میخوام بیام، فإنی أحب أن أخرج إليهم سلیم الصدر، من میخوام وقتی بیام پیش اصحابم، پیش دوستانم، قلبم، سینم صاف باشه، پاک باشه. نمیخوام که به صلاح با یک تصور به صلاح پیش زمینه قبلی بیام. شما وقتی کسی رو همیشه باش رابطه دارید، خیلی برخوردتون خوب است، فلان است، اما وقتی یه سخنچین اومد یه خبری رسون، حالا هرچی هم دلت بخواد که این رو توجهش نکنی، اما یک شک و یک علامت استفهامی تو ذهنت گذاشت که دیگه اون رابطه تیره شد، تیره شد، مثل قدیم نمیشه. همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند احبکم الی الله احسنکم اخلاق، بهترین های شما نزد خداوند اونهایی هستند که اخلاقشون از همه بهتر هست. اینا چه نوع افرادی هستند؟ فرمودند که المعطعون اکنافا الذین یعلفون و یعلفون، افرادی که خیلی خاکی هستند، خیلی زود آدم ها باش خوب میگیرن. یکی از صفات انسان خوب اینه که وقتی که در یه جلسه یه جایی نشست، فوراً مردم باش خودمونی میشن، من خونگرم میخوام، خیلی آدم مثلا زود مثلا مردم باش خوش محفله. در مقابلش انسانایی هستن که همچین قرط میاد جایی میشینه، همچین یه شخصیتی واسه خودش کذایی درست میکنه، مردم نمیدونن که اصلا شکر کنن این آدم درستی هست، خرابی هست. همچنین حکایتی میارن از امام ابو حنیفه نعمان رضی الله عنه که امام ابو حنیفه نشسته بودن در مجلسی، خب پیرمرد پاشون رو هم دراز کرده بودن، در مجلسی درس میدادن که یه آدمی وارد شد، از همین افراد چیچی مثلا ابو سن کمتری رو قرط همچین اومد وارد شد، یه عمامه یه ریشی اومد و شروع پامونجا نشست تو مجلس. امام ابو حنیفه خب شخصیتی واسه خودش طرف اومده، حتما یه عالمی هست، یک کسی هست، خب پاشون رو جمع کردن بنده خدا، با همه دردی که تو پاش بود پیرمرد پاش رو جمع کرد تو مجلس، خب تو شاگردای خودش بود، خودمونی بود نه. اما خب این یک کسی هست اومد و ادامه به اصطلاح درس فقه رو میفرمودن که بله، انسان به اصطلاح وقتی که روزه هست، وقتی غروب آفتاب شد، وقتی هست که انسان یک روزه دار میتونه روزهشو به اصطلاح افطاری بخوره. و در همین اسنا بود که اون بنده خدا دستشو بلند کرد، امام ابو حنیفه هم درست نشست که این بنده خدا چی میخواد بپرسه. گفت که یعنی اینی که روزه رو وقتی که آفتاب غروب میکنه باید افطار کنیم؟ فرمودن بله. گفتن که خب حالا اگر آفتاب غروب نکرد چی؟ امام ابو حنیفه که خیلی اذیت بود، پاش همچین دولا شده بود، گفت آن علی ابی حنیفه تن یمد رجله، اگه آفتاب غروب نکنه وقتی اون رسیده که ابو حنیفه پاشو دراز کنه با خیال راحت بشینه. بعضی افراد اینطوری هستن که همچین
قرد به اصطلاح برای خودشون یک شخصیت کذایی درست میکنن. اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند و ان ابغضکم الى الله، بدترین شما نزد خدا کیا هستن؟ المشاؤون بالنمیمه، کسایی که سخنچینی میکنن، خبرچینی میکنن بین مردم، المفرقون بین الاخوان، المتلمسون لهم العثرات، اینایی که بین دوستا دشمنی درست میکنن، دنبال یک نوع نقطه ضعفی هستند، یک لغزشی هستند، یک به اصطلاح عیبی هستند از کسی که این عیب رو بگیرند و برسونند به طرف مقابل، و اینها از افرادی هستند که به اصطلاح خیلی انسانهای بدی هستند و باعث به اصطلاح فساد در جامعه میشن. واسه همینه که امام حسن بصری میفرمایند که من نم لکنم معلیک، خیالت راحت باشه، کسی که سخن دیگران رو میاره پیش تو، خبرچینی دیگران رو پیش تو میکنه، مطمئن باش سخن تو هم جای دیگه میبره، خبرچینی تو رو پیش دیگران میکنه، همونطور که حرفای دیگران رو کلاغ چل کلاغ میکنه، میاد رابطه تو رو با دیگران به هم بریزه، دیگران رو تو چشم تو حقیر کنه، بد کنه، تصور تو رو از دیگران بد کنه، این کار رو در حق تو هم میکنه، حرف تو رو پیش دیگران میبره، یک کلاغ چل کلاغ اونجا هم میکنه. و اینه که مثلا وقتی کسی میاد، کسی اومدن همچین حرفی زدن، یه سخنچینی کردن پیش حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اومدن که جناب امیر فلان در حق شما چنانی چنان میگوین، گفت آقا ببین شما یا اینی که ما بیاییم تحقیق کنیم ببینیم که واقعا راست میگی یا دروغ میگی، اگر تو از در این حرفی که میزنی دروغ بگی، پس تو از جمله کسانی هستی که خداوند در حق تو میگه که انجاءکم فاسقون بنبأ فتبین، تو رو خداوند اسم تو گذاشته فاسق اگر دروغ میگی، اگه فاسقی خبری آورد تحقیق کنید، تحقیق کنید، پس تو دروغ، چون که ما تحقیق کردیم و ثابت شد که تو دروغ میگی، پس تو فاسق هستی، به حکم خدا بر تو اگر دروغ بگی فاسق هست، در حالتی که دروغ گفته باشه، اگر دروغ گفتی، ما الان ببینیم تحقیق کنیم، اگر دروغ از آب در اومدی پس تو فاسق هستی، اگر راست گفته باشی، اگر راست گفتی پس تو از جمله کسایی هستی که خداوند در حقشون میگه همه از این مشاعم بنمیم، همین تصویری که سوره قلم به ما داد، تو از افرادی هستی که مثلا سخنچین هستی، بد خلق هستی، نمیدونم کینه توز هستی، همه این صفت هایی که اگر راست میگی این صفت ها بر تو هست، در هر دو حالت محکومی، یا اینی که حرف تو پس بگیری و ما هم نشنیده بگیریم به خاطر این اشتباهی که کردی، امیر المومنین غلط کردم دوباره از این کارا نمی کنم و من رو ببخشید. پس در سخنچین در هر حالت اگر راست بگه هماز مشاعم بنمیم هست، اگر دروغ بگه که فاسق هست، در دو حالت از چشم قرآن افتاده، و اگر قصد خیلی هم داشته باشه که خب این مواردی بود که بهش اشاره شد که احیانا به خاطر به اصطلاح حفظ جان مردم، حفظ مال مردم، حفظ آبروی مردم، اونجاست که دیگه انسان باید دیگه قضیه به اصطلاح یک فرقی باید باشه بین سخنچینی و بین امر به معروف و نهی از منکر، که این فرق رو در واقع هر انسانی با مراجعه به قلبش میفهمه، خودش میدونه، یعنی وقتی گربه میدونه که حق و باطل چی هست، حرام و حلال چی هست، شما گربه رو یه تکه گوشتی جلوش میندازید، خودت انداختی میاد کنارت میخوردش، خودش رو هی میماله به پاد و تشکری هم میکنه، دومش هم تکون میده، اما همین گربه اگر این رو بدزده و به سرا بچاپه و بره، دیگه تا 5 روز اصلا امکان نداره که خودش رو به شما نشون بده، چرا که دیگه خودش میدونه که کار حرام، خب حالا که یک حیوان زبون بسته حرام و حلال رو میشناسه، انسان به طبع بهتر میتونه تشخیص بده. خیلی ممنون جناب دکتر، اگر اجازه بدید به همراه بینندگان از این سر میزنیم اتاق کنترل و یک فاصله از دوستان میگیریم، همچنان با شما عزیزان خواهیم بود با ادامه بررسی این موضوع بسیار مهم، همچنان ما رو یاری بکنید تا آخر برنامه شد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان و همراه همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع سخنچینی و ابعاد مختلفش به امریکا شناس محترم برنامه جناب دکتر نور محمد عمر. جناب دکتر چه اسباب می سبب میشه که یک انسان دست به سخنچینی بزن؟ چیزی که باعث میشه انسان دست به این کار بد بزنه در واقع دو نیرو هست که در هر فردی هست. یکی نیروی شهوانی هست که انسان رو انگیزه به اصطلاح بد توش به اصطلاح به وجود میاره. یکی نیروی خشم و غضبی هست که انسان بر کسی خشم میگیره، عصبانی میشه و اینها باز صفتهای هر یک از اینها صفتهایی و ویژگیهایی رو در افراد به اصطلاح به وجود میارن. یکی از اهدافی که به اصطلاح فرد رو وادار میکنه به سخنچینی اینه که خب از کسی بدش میاد
میخواد یه ضربه ای بهش بزنه، میخواد انتقام بگیره ازش، موریدی بین این دوتا به وجود اومده، چشم دیدن اون طرف رو نداره، چشم شنیدن حرف خوب از اون رو نداره، میخواد به یک بسرا طریقی اون رو خارج کنه، یه ضربه ای بهش وارد کنه، اینه که میاد مثلا حرف اون رو میگیره به دیگران میرسونه، حرفای اون رو میگیره بسرا، یا اگر حتی حرفی نزده باشه از دروغ به اون چیزایی نسبت میده، یا احیانا وقتی هست که اصلا دروغ هم نمیگه اما از بس که این طرف رو ازش متنفر هست، طرف یه حرفی زد، این میاد این رو در خودش بنا به همون خمیره خشمی که داخلش هست، این حرفی این رو بالا پایین میکنه با خودش، در وهم خودش میاره که آن این آقا اینطور گفت پس منظورش این بوده، منظورش که این باشه نتیجهش این میشه، مد میره پیش طرف دیگه نتیجه رو میگه، برداشت خودش، برداشت خودش، تصور خودش، که این تصور رو در واقع همون آیه به اصطلاح عینه که تاری که بر چشمانش هست در دیدن اون طرف به خاطر خشم و به اصطلاح دید بدی که ازش داره، این تصور رو ازش ساخته، بعد میره که بعد ایشون هدفشون این بود، به جای اینکه بگه این حرف رو زد، میره میگه که به اصطلاح هدفش این بود. خب هدف رو، اون برداشتش رو به اصطلاح رو زبان اون دیگه میذاره و بدین صورت میخواد بهش ضربه ای وارد کنه. و احیانا هدف از این سخنچینی اظهار محبت هست، مثلا فکر میکنه که مثلا من وقتی میاد پیش طرف خودش رو دلسوز اون جلوه میده، میخواد خودش رو شیرین کنه پیش اون، خب میاد به اصطلاح یه حرفایی میخواد مثلا تو خانواده جا پایی پیدا کنه، میخواد که از این خانواده یا از این شخص خواستگاری کنه یا نزدیک بشه به این شخص، به یک طمعی تو دلش هست، خب برای خود شیرینی کردن میاد خبرایی که در مورد این فرد میگن به اون میرسونه، که اگر البته این کسی که حرف رو داره میشنوه و به سراغ چهاردونگ حواس خوب بعد چی گفت، خب همین رو گفت دیگه، تنها همین بود، چیز دیگه نگفت، مطمئنی که انگار که تشویقش میکنه که ازش حرفای بیشتر بکشه، اگر این طرف واقعا یه مقدار شعور میداشت میدونست که این کسی که داره برای شما خبر دیگران رو میاره، اگر واقعا شما رو دوست میداشت با این حرفا شما رو اذیت نمیکرد، چون این حرفی که رسید الان شما چیکار خواهید کرد؟ در با رسیدن این حرف الان شما ناراحت خواهید شد، شما در پی و در مقابل اونی که واکنش نشون خواهید داد، به هر حال شما یک به اصطلاح مسیر منفی رو خواهید گرفت که این از وقت شما میگیره، از همت شما میگیره، شما رو در یک به اصطلاح استرس قرار میده، همه اینها ضربه هایی هست که به شما وارد کرد، پس شما رو در واقع دوست نداره و اظهار محبتش هم دروغین هست، حداقلش اینه که ناراحت میکنه، حداقلش اینه که شما رو ناراحت میکنه و باعث میشه که شما باز فضولی کنید، برید دنبال بگردید که واقعا راست میگفت، باز شما برید با چی مرتکب گناه تجسس بشید که باز این یک به اصطلاح بلای دیگه است. یه موردیش هست که بعضی ها میان این خبرچینی رو از باب فضولی، از باب به اصطلاح مجلس آرایی و به اصطلاح هرزگویی نشستن، شوخی، آقا سرگرمی، وقت تلف کردن، خب همه اینها میتونه بعضی از اسبابی باشه که افرادی که به اصطلاح در زندگیشون هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچ هدفی از زندگی ندارن، نمیدونن وقتشون رو چطور بگذرونن، که خودشون اسمشو میذارن وقت کشی، که وقتشون که جزی از زندگیشون هست این رو به اصطلاح میکشند، از بین میبرند، خب این افراد مثلا احیانا دست به این صفت زشت میزنند و احیانا از باب تفرقه افکنی میخواد که بین دوتا دوست یا دوتا فردی یک نوع دشمنی ایجاد کنه، یک نوع تفرقه ایجاد کنه، حالا از این تفرقه شاید یک فایده آنی آید این فرد بشه یا نشه، بیماری هست، یک نفاقی هست که در دلش هست، در واقع این بیماری باعث تحریک بسیاری از بیماری های قلب دیگه هم میشه، خیانت رو به اصطلاح رونق میده، نمیدونم غیبت رو پربارش میکنه، سوء زن ایجاد میکنه، تجسس رو به اصطلاح فضولی در کار دیگران رو به وجود میاره، خیانت، دروغی، همه اینها از جمله به اصطلاح بیماری های اطراف هستند که با این سخنچینی اونا هم تحریک میشن و در فرد به اصطلاح ادای وظیفه خودشون رو میکنن. احیانا
از باب حسادت، از طرف خیلی حسادتش میاد، این جایگاه معینی رو داره کسب میکنه، این تازه آموزگار جدیدی هست که تو مدرسه اومده، جای من رو شاید بگیره، موفق هست در کارش، این در ادارجات و در مثلا حتی در خانواده، بچه جدید اومده تو خونه، داماد جدید اومده تو خونه، عروس جدید اومده، جای من خواهر رو شاید بگیره تو چشم پدر مادرم، یا جای من پسر رو این داماد بگیره تو چشم خانواده. اینا همه باعث میشه که طرف به اصطلاح واکنش نشون بده و دست به مثلا خبرچینی و سخنچینی بزنه که این روابطی که داره صورت میگیره و اون فکر میکنه از اینها لطمه میگیره، از این حسادتش باعث بشه که دست به این کار بزنه. یک موردی هم هست که باعث این سخنچینی میشه، عقده حقارت هست. طرف فکر میکنه که کسی بهش توجه نمیکنه، در جامعه افتاده است، یک نوع عقده درونی درش هست من. که من کسی به من توجه نمیکنه، برای جلب توجه دیگران، برای اینکه خودش رو مطرح کنه، تا در جلسه میشینه یک نوع حرفایی رو از افراد و به خصوص در این موارد سعی میکنه از افراد درشت حرفایی رو منتقل کنه که من در فلانی حضرت مولانا فلان وقتی خونه ما اومدند یا منو دعوت کرده بودن خونشون یا من در جلسه ایشون بودن چنین گفتن، خواستن تو گوشی وقتی باش حرف زدن مسئله شما به وجود اومد باز چنین حرفی رو زدن، سعی میکنه خودش رو با اون کله درشتای جامعه و از اونها حرفایی رو به اصطلاح بیاره و یک نوع تنش ایجاد بکنه، یک نوع به اصطلاح دوگانگی و دشمنی ایجاد کنه. یا مثلا چشم طمعی داره، چشم طمعی داره که مثلا رئیس یک مؤسسه‌ای باشه، نمیدونم یه جای خواستگاری بره، تو یک اداره‌ای، تو یک نمیدونم بازاری جا پیدا کنه. خب اینه که میاد به اصطلاح میگه که واقعا همین استکانایی که من آوردم وقتی من اینو رو از چین آوردم، بعدم متوجه شدم که همسایه‌م اصلا من باش نشسته بودم، گفتم بابا این به اصطلاح استکانای شما همش قلابیه فلانه، به خاطر طمع و چشم داشتی که به اصطلاح از طرفی داره یا از بازاری داره، به هر حال یک طمعی که هست میخواد دیگران رو خرد کنه به خاطر خودش، و این باعث میشه که به اصطلاح یک خبرچینی های دروغین، افتراها، تهمت ها و حتی احیانا هم یک نوع سری که هست، یه رازی که در جامعه هست یا برای کسی هست، این رو به گونه موزیانه بیاره مطرح کنه و به اصطلاح جامعه رو به هم بریزه یا اون فضا رو گلالود کنه و از آب گلالود مایه خودش رو بگیره. حالا جناب دکتر اجازه بدید یکم بیشتر وارد بشیم تو بحث میدان عمل و برای اینکه نمونه ها مشهورتر باشه برای بینندگان عزیز هم. خیلی وقت‌ها اون چیزایی که شما اشاره فرمودید، خب این صفات دست به دست هم میده تا یک شخص مبتلا به سخنچینی بشه. ما مواردی که خب مشکل ساز میشه بیشتر در زندگی باش درگیر هستیم، در یا در محیط کار هست یا در محیط خانه هست. در محیط کار اگر این بحث مطرح میشه، وقتی که سخنچینی در محیط کار میاد، خب عواقب یقینا متوجه میشه. چطور ما کنترل بکنیم بحث سخنچینی رو در محیط کار، چطور ریشه‌یابی بکنیم و چطور درمانش کنیم، چطورم کنترلش بکنیم؟ در محیط کار سخنچینی در واقع یک نوع خشونت هست. به چه معنی؟ طرف میخواد که به اصطلاح یک موقعیتی رو کسب کنه یا سد راه یک موقعیت احتمالی برای کسی دیگه بشه. نمیتونیم اسم اینو رقابت بذاریم؟ نوعی رقابت ناسالم، نوعی حسادت، نوعی طمع داشتن و نوعی انتقام جویی. واسه همینه که در بعضی از شرکت‌های جهانی این اصلا یک قانونی میذارن برای سخنچینی، قانون‌های مجازاتی برای کسانی که سخنچینی میکنن، که این مثلا باعث میشه که به اصطلاح خب روند کار شرکت افت کنه، تاثیر منفی میذاره، تاثیر منفی میذاره تو همه. در الان که مثلا یک فضا بازتر هست در شرکت‌های بزرگ، در مؤسسات بزرگ، اصلا مثلا طرف وقتی که داخل میشه از دم در هر آنچه که این فرد رو به اصطلاح قدرت میده، فضا میده که با دیگران رابطهش زیاد بشه، بتونه گفتمان داشته باشه، خودمونی تر باشه، تو گوشی حرف بزنه، ازش میگیرن.
یعنی بهش اجازه نمیدن که مثلا موبایلش رو به خودش داخل مؤسسه ببره، اجازه نمیدن آیپاد یا هر چیز دیگه‌ای که به اصطلاح در کامپیوتری که نشسته کار میکنه اجازه استفاده از هیچ یکی از به اصطلاح فیسبوک و وسایل ارتباط جمعی که به اصطلاح هست اینا نداره، فقط سرش تو کار خودش هست. اینا همش گذاشته شده تا این فضای به اصطلاح سخن چیزی و حرف برونی و شایعه و نمین و این رو ازشون بگیرن، که یکی اولا زمان کشی میکنه و هم میبینیم که مثلا شما وارد یک اداره میشید، تا شما وارد شدید احساس میکنید که حرکت در این اداره عوض شد، یه چیزایی داشت جریان داشت، با ورود شما همه به یه نفر اشاره میکنن یا به یه نفر توجه میکنن که انگار که مثلا اون صاحب محور این ماجرایی قبل از شما بود که حرفی که در مورد شما بود یا در موردی بود که نمیخواد شما مطلع بشی. خب همه ساکت میشن، همه شروع میکنن به هزیانگویی و حرفای بی مورد زدن و اغراق کردن، هر یکی تو فضای دیگه خودش رو داخل میکنه، انگار نه انگار که مثلا ما تو یک مسیری با هم هم کلام بودیم یه مورد رو. این رو مثلا وقتی مدیر داخل اداره میشه متوجه میشه، وقتی مسئولی داخل میشه متوجه میشه، یا وقتی کسی که در مورد اون حرف میزنن متوجه میشه، انگار که فضا داره به اون میرسونه که اینجا یه خبرایی بود. خب این نوع یک نوع فشار هست و افرادی که همین کار رو میکنن در محیط کار یه اهدافی رو دارن که به اون میخوان دست برسن و مثلا. الان این به اصطلاح اظهار خشونت به چی معنا میشه؟ ببینیم مثلا طرف میاد تا میشینه حرف از دیگران بد میگه، سخنچینی کسی رو میگه خیلی ازش بد میگه، الان چی صورت میگه تو این اداره؟ خب 10 نفر دیگه متوجه هستند که این زبان خیلی بدی داره، فلانی چون که در فلان روز یادش رفت یک چای تعارفش کنه، الان ببین چه حرف پشت سرش میگه. الان اینا همشون شیشدونگ حواسشون جمعه، تا فلانی اومد باید دیگه احترام ضعیفی داشته باشن، چرا اگه این احترام رو نذارن از شر زبونش در امان نخواهند بود. و این همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید این از بدترین انسان هاست، از بدترین و پلیدترین انسان ها اون کسیه که انسان ها بهش احترام میکنن، دیگران احترامشو دارن، اتقاء شرهی، خاطر فقط این که از شرش در امان باشن. و این طبعا اصلا از دایره اسلام خارج میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمون اون کسی هست که مسلمون ها از دست و زبان اون در امان باشن. خب اگه مسلمون ها از دست و زبانش در امان نبودن یعنی چی؟ یعنی دیگه نباید بهش گفت مسلمون اصلا. خب و یا نه طرف نقطه مقابل این هست، میاد مثلا در جلسه که میشینه همیشه خوبی های دیگران رو میگه و حتی در خوبی های دیگران اغراق میکنه. الان افراد چیکار میکنند؟ کسایی که توی این اداره هستن براش یک احترام خاصی قائل میشن، خودشون رو بهش نزدیک میکنن، چون که این طرف زیاد با مدیر رفت و آمد داره، با وزیر سلام علیکش خوبه، پسر عموی دایی خاله فلان مسئول حکومتی از یا فلان آخونده که نمیدونم شهرداره و فرمانداره. خب دیگه بس میاد که این به این طمع که این فردا که رفت در جلسه دیگه همچنین در حق اینا اغراق کنه و این اغراق به اصطلاح یک پارتی بشه و یک به اصطلاح پیامدهای براشون داشته باشه. یا میاد چیکار میکنه؟ میاد یک نوع کارشناسی خودش رو به یک نوع متخصص جا میزنه، میاد تو این اداره وقتی حرف میزنه میگه که این کار جناب آقای مدیر پیامدهاش اینه، کاراش اینه، فلان اینه، یک نقطه های ظریف کاری که دیگر ما به اصطلاح کارمندان شاید بهش توجه ندارن، این رفته از جای اینا رو یاد گرفته یا میره موشکافی میکنه، اینا رو میاد مطرح میکنه، دیگران احساس میکنن که این خیلی تو بحر کار هست. اگه ما میخواییم یک به صورت اشتباهی از ما سر زد یا میخواستیم یک اجازهی بگیریم، یک نمیدونم کاری انجام بدیم، یک هدفی برسیم، این خیلی تو بحره دیگه. به این صورت به صورت میان بهش یه جایگاهی میدن، یا اینی که میاد یک پاتوق برای خودش درست میکنه، میخواد یه مرجعیت و محوریتی در محیط کار به دست بیاره.
چیکار میکنه؟ این میاد دیگه همیشه وقت کشی میکنه، جوک میزنه، نمیدونم همه رو دور خودش جمع میکنه، هم چایی هم تعارف میکنه، در حال محفل باشه، یه محفلی واسه خودش درست میکنه که چی؟ بعضی ها همین شخصیت رو دارن که هر جا نشستن فوراً به اصطلاح کد خدای محله بشن، همه رو به اصطلاح بهش خودشون جمع کنن، یه مقداری به خودشون زحمت میدن، خرجی هم میکنن در این باب و مهمونیایی هم میدن. خب اینا افرادی هستن که با زبانشون، با استفاده به اصطلاح سو از زبانشون، با حرف منتقل کردن حرفای این و اون، سخنچینی ها، این محیط اداره رو یا محیط کاری رو برهم میزنن. خب این پیامدهای بعدی داره در کل این شرکت. چه واقعی میتونی مثلا مترتب بشه؟ بله، اینه که بسیاری از وقت این شرکت از بین میره و این وقت خیلی مهم هست. بله. اینی که به اصطلاح شما در یک مؤسسه ای وقتی کار میکنین، حسب همون اتفاقی که شما دارید، آقا از ساعت 2 تا ساعت 6 بعد از ظهر، آقا از ساعت 8 صبح تا ساعت 12، شما کارمند این مؤسسه هست. یعنی اینی که شما الان کل نیرویتون باید مصرف این کار مؤسسه داره بشه، کل وقتتون هم باید مصرف این کار باشه. میگن که افرادی بینشون یک مشکلی بود، گفتن که بریم پیش حضرت عیسی علیه السلام که مشکل ما رو به صلاح پادرمیونی کنه و به صلاح به ما بگه که راهش چی هست. اینا رفتن، حضرت عیسی الان چیکار میکرد؟ در جایی پیش یه خانومی براش دیوار درست میکرد، برای باغش دیوار درست میکرد. اینا وقتی رفتن اونجا دیدن که حضرت عیسی داره یه چیزی نوش جان میکنه، ناهاری بهش دادن، داره ناهارشون رو میخوره. اینا هم رفتن، هیچ تعارفشون هم نکرد، ناهارشو خورد، بعد هم هیچ باشون حرف نزد، شروع کرد به صورت گل بگیر و خشت بزن و دیوار رو بره بالا. کارش که تموم شد، بعد اومد، وقت تموم شد، کارش تموم شد، بعد اومد با اینا سلام علیک کرد و بله چه خدمتی از ما. تعجب کردم بابا، تو حالا اصلا ما رو تعویل نمی گرفت، همچنین جلوی ما خورد، ما هم گوشنمون رو نگاش می‌کنیم، یعنی چی با ما تعارف هم نکرد؟ والله ما قبل از اینکه مشکل خودمون رو بگیم، ما حالا می‌خوایم مشکل شما رو ببینیم که چی است. شما قضا خوردی، همچنین تعارف هم نکردی و ما هم که می‌شنویم که شما در سخاوت. بله، این قضا رو صاحب کار به من میده تا من نیرو بگیرم و کارش رو بکنم. الان اگر این قضا رو من به شما میدادم، خب نیروی کمتر پیدا میکردم، بهتر نمیتونستم کارم رو انجام بدم. چه تصور قشنگ. و من در طول این کار با شما حرف نزدم، نه به این معنی که شما رو به صورت برام مهم نیستید یا قضیتون مهم نیست، نه، اگه من با شما حرف میزدم، خب کار کی میکرد؟ این وقت من با این طرف قرارداد دادم، پس وقتم مال اون هست. من باید به این به اصطلاح در محیط کاری وقتی که وقت کشی میشه با این سخنچینی ها و پاتوق درست کردن و اینا، خب خیلی از وقت کشته میشه، هدر میره. در ثانی حتی رواتب به اصطلاح مراتب شغلی فرد ضایع میشه. فردی که الان هی حرفش سخنچینی و اینا هست، خب مدیریت جای اداره خیلی خواب نیست، اونا میدونن که این پس کارایی نداره، فن و فوت کار از دست تو دستش نیست، تو زبانشه، زبانش ما هم برای ما کاری درست نمی کنه، هی وراجی میکنه وقتی دیگران رو میکنه. این باعث میشه که خودش اصلا در مراتب کاری رشد نکنه، ترقی نمیکنه، ترقی پیدا نمیکنه، همون جایی که هست هست و خود شرکت افت میکنه، وقت شرکت یا اون مؤسسه یا اون اداره از بین میره. خب یک فضای به اصطلاح فضای نامشبوهی است. اینجاست که باید با اینها برخورد جدی بشه. راهکارش چیه جناب دکتر؟ چطور میشه مهار کرد این فضا رو؟ حالا این فضا ایجاد میشه، چطور باید مهارش کرد؟ بعضی وقتا نیاز هست که اون مدیر به اینا اصلا بها نده. ولا تطع كل حلاف مهين. هیچ توجه نکنه. وقتی اما توجه نکردن یعنی چی؟ یعنی اینی که این حرکت ها باعث نشه که کلا اون روند مدیریتی که تاره تحت شجاع اینا قرار بگیره. وقتی اینا فهمیدن که بابا هر کاری بکنن این مدیر ما کله شق، هیچی تو سرش نمیره، راه خودشو داره میره و ما مجبوریم هم پیش بریم، اونایی که کار میکنن و صداقت دارن اونا دارن رشد میکنن، اونهایی که وراجی میکنن اونها افت میکنن،
در سیستم های به اصطلاح کشورهای پیشرفته بر حسب کار به طرف حقوق میدن، بر حسب انجازاتی که به وجود میاره، یک موفقیتایی که دستاوردهایی که به وجود میاره، این مراتب شغلیش میره بالا، حقوقش میره بالا. این باعث میشه که همه تشویق بشن. اون کسی که کار میکنه تشویق میشه، اون کسی که به اصطلاح وقت ضایع میکنه اون تنبیه هم میشه، و احیانا بهش توجه نمیشه که خود به خود اینها از محیط کار جدا بشه، و احیانا هم نیاز هست که نه برخورد شدید بشه و افرادی که به اصطلاح وقت کشی میکنن، وقت دیگران رو میکشن، اینها رو به اصطلاح از اخراج بشن، نمیدونم بهشون توجه نمیشه، از حقوقشون کم بشه. به هر صورتی این فضا رو باید کنترل کرد، و الا اینه که در خود به اصطلاح یک مؤسسه واحد میبینیم که پاتوق سازی میشه، تنش ایجاد میشه و دوگانگی به وجود میاد، و اینا همه وظیفه اون اداره یا مسئولیت اون یا مثلا راندمان کاری رو پایین میاره، راندمان کاری رو از بین میبره یا پایین میاره. حالا در محیط خانه جناب دکتر، حالا اینجا به هر حال اونجا میشه حداقل حقوقی رو پایین آورد، کمی تنبیه کرد، حالا تو خونم که نه حقوق کسی به کسی میده، نه از این حساب کتاب هست، نه اون حرفش نوی هایی که در محیط اداره از مدیر و بالا سر هست، تو خونه از به هر حال بالا سرها هست. در محیط خونه چیکار باید کرد برای حل مشکل سخنچینی؟ از کجا شروع میشه به نظر شما اصلا این موضوع؟ در خانواده یک مقوله بسیار زیبایی هست که امروزه متاسفانه بعضی از خانواده ها با این خیلی درگیرن، قضیه جادو، آقا ما رو جادو کردن، ما جادو و نمیدونم چی. میگن که یکی از بدترین جادوها سخنچینی هست. سخنچینی چیکار میکنه؟ فضای جامعه رو یا فضای خانواده رو تیره میکنه. خب این در محیط خانه اینطور میشه که بعضی از نزدیکان شوهر به خاطر اینکه نشون بدن که ما در فکر تو هستیم، زندگی تو، آینده تو برای ما مهم هست، میان پیش شوهر سخنچینی چی؟ زنش رو میکنن، خانواده همسر، خانواده همسر یا خود همسر، پدر همسر، خیشانش. و در این طرف حکایت هم همین ماجرا جریان داره که بعضی از افراد به خاطر مثلا خود شیرینی کردن پیش همسر یا خانواده همسر، میان باز بدی خانواده شوهر و خود شوهر رو میگن، این بابا اصلا به فکر شما نیست، هر چی کسب میکنه میریزه تو شکم پدر مادرش. آقا این میبینه همیشه حرفش اصلا به فکر شما بود، ببین برای پدر مادرش چی اخشالی خریده واسه شما چی، اصلا دختر شما پیشش ارزش نداره. در مقابل باز اونجا هم همین حرف هاست، و به اصطلاح این فضای یک خانواده رو داغون کردن، این در واقع بزرگترین و مهمترین به اصطلاح مأموریتی است که شیطان میده به سخنچین، به سخنچین و به شیطانهای به اصطلاح کوچیک کوچولو. یعنی در روایت اومده که شیطان وقتی میخواد از ور و بچه ها و بسیجی هایی که فرستاده این ور اون ور کارگزاری بگیره که آقا شما چه کارو کردین، خب عرششو میزنه روی آب و صدا میزنه که آقا گروهان ها و سربازها های به صلاح یه بار مصرف و سیجی ها ما بیان گزارش بدن چه دست گل به آب دادن. یکی میاد که آقا من رفتم فلانی رو با فلانی جنگ انداختم، آقا من رفتم فلانی رو با فلانی دعوا انداختم، فلان کردم. یه جوجه شیطان کوچولو میاد میگه که میگه که من رفتم خونه فلانی بین زن و مرد دعوا رو انداختم. اونایی که قبل از این گزارش میدادن اصلا شیطان به هیچ توجه نمیکرد، هیچ کاری نکرد، این همه ساندیس میدیم به خورده تو اصلا فایده نکردیم، کیکایی که بهت دادیم. این تا میاد این حرفو میزنه، شیطان بلند میشه بغلش میکنه میبوسدش میگه بچه من توی. اونای دیگه همه ناخلف و تا این که به صلاح سرباز گمنام از سرباز اصلی توی. این در واقع چیکار کرد؟ یک کانون خانواده رو به هم ریخت. فروپاشی رابطه دو فرد که زن و شوهر باشن در واقع فروپاشی رابطه دو فرد نیست، دو خانواده است. دو خانواده است که از این چند تا سربار جامعه که فرزندان باشن وارد جامعه شدن، که دو خشت یک دیوار جامعه است. بله دیگه، این دیوار جامعه در واقع دو خشتش از هم پاشید، از هم پاشید دیگه، این چه پیامدهای بدی میتونه
در پی داشته باشه. سخنچین میاد همین کارو میکنه، یعنی سخنچین در واقع خودش رو ثبت نام کرده پیش به اصطلاح بابا بزرگ شیطان و شده چی؟ سرباز شیطان، سرباز از همون سربازای درجه اول که شیطان خیلی دوستشون داره. یه مورد این هست که این باید همسران عزیز این رو باید مد نظر داشته باشن، هیچ وقت نگذارن بین زن و شوهر، زن و شوهر همیشه باید این احساس رو به خودشون بدن که این دوتا برای همدیگه آفریده شدن. خلقت خدایی وقتی انسان رو خلق کرد، توی مرد رو خلق کرد به عنوان نیمی از بنی آدم. یک فرد، یک انسان وقتی خلق میشه در واقع نیمی هست، یه مرد هست بس. نیم انسان، نیم دومش همسرش هست. حالا این دوتا با هم یه تکامل یک فرد انسان واحد رو تشکیل دادن. الان نباید بذارن که هیچ کسی دیگه ای بیا در این ما بین این دو فرد جا پیدا کنه. حالا این کس هر کی میخواد باشه، این دوتا با هم دیگه باید این تفاهم رو و این اعتماد رو اینقدر داشته باشن که نه دیگه نه پدر مادری، نه خواهر برادری، نه دوست و عزیزی نتونه ما بین این دوتا یک فاصله ایجاد کنه. این نقطه باید باشه. واسه همینه که هر موردی پیش اومد فورا نگذارن که این پرونده ها رو هم تراکم پیدا کنه. هر موردی بین زن شوهر ایجاد شد، فورا در اولین فرصتی که با هم تنها هستن این رو بازش کنن که من همچنین چیزی گفتم و همچنین چیزی شنیدم، که در واقع نباید به چیزی که به اونها میرسه اصلا توجه کنن. کسی که میاد سخنچینی کسی دیگر رو پیش شما میکنه، اگر دروغگو باشه خدا میگه فاسقه، اگر راستگو باشه هم مازن من شائن به نمیم هست. در هر حالت دروغگو هست، در هر حالت نباید حرفش رو گوش کرد، در هر حالت نباید به حرفش توجه کرد، باید سرزنشش کرد، باید نصیحتش کرد، نگذاشتش که دوباره این حرکتش رو تکرار میکنه. این مورد است. مورد دوم که در بین زن و شوهر مطرح میشه اینه که خودشون بیان سوژه بدن به دیگران. چطور؟ بیاد مثلا شوهره در جلساتی که میشینه پیش خواهرش، پیش برادرش، پیش نمیدونم خانوادهش، دوستانش، برخی از صفات زشتی که در همسرش میبینه یا برخی از نقایص و عیبهایی که میبینه اینها رو میاد پررنگ میکنه. خانم من اینطوریه، خانم من این کاری میکنه، خانم من اینطوری میکنه. خب این باعث میشه که باز هیزم آتش دیگران رو فراهم کرد. آفرین. دیگران هم از این استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، جای دیگه تعریف میکنن و این کلاغ چل کلاغ میشه باز به خودش بسیار اینا همه نشخوار میکنن میکنن میاد باز به گوش خودش میرسه با یک رنگ و بوی دیگه. یا همسر، و به خصوص وقتی که این مسائل میاد به مسائل خاص و حاد زناشویی میرسه، که در این مسائل این گونه افراد رو خدا و پیامبرش نفرین کردن، لعنت کردن، لعنت کردن که کسی بیاد اون چیزی که بین خودش و همسرش هست، چیزهای خاص زناشویی، اینا رو بیاد به صورت در جای دیگه این رازها رو، این سرها رو فاش کنه. اون چه در حریم خصوصی خودش رو میگه، این حریم خصوصی زناشویی، این حریم مقدس بین این دوتاست که نباید از دو فک این دو نفر به هیچ عنوان بیرون بره. نباید از دندونای 30 دندونی که ایشون و اون خانم دارن، این 60 دندون، نباید یه دندون دیگه خبر بشه. نباید هیچ کسی بدونه که حریم خصوصی این دو نفر چه میگذره، و خودشون هم نباید اجازه بدن، به خصوص الانی که مثلا یه مقداری فضا بازتر هست، فضای اینترنتی هست، نمیدونم فضایی هست که با یک دکمه، با یک اشتباه به اصطلاح طرف میره خیلی از اسرار و خیلی از حیا و غیرت خودش رو خدشه‌دار میکنه. زمینه که مثلا خانمایی که عکسایی میگیرن یا فیلمایی میگیرن توی موبایلاشون میذارن اینا، خب اگه موبایلش افتاد و گم شد دیگه داغون میشه این فضای خانوادگی، به خاطر یک لغزش هایی که به اصطلاح اون چیزی که نباید دیگران ببینند الان در معرض عموم قرار گرفت. این نوع مسائل باید خیلی خیلی محتاطانه
در محیط خانواده روش کار بشه و روش اهتمام داده بشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید همینجا بحث رو نگه داریم، گرچه بحث هنوز ادامه خواهد داشت ان شاءالله. سری میزنیم اتاق کنترل به همراه بینندگان عزیز و ارجمند. ان شاءالله باز برمیگردیم در خدمت شما. همچنان همراه ما باشید تا پایان این برنامه و موضوع سخن چین. سلام شما. سلام خیلی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي
وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون برای سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان بیننده اجازه بدید من یک قولی از شما بگیرم در ابتدای بخش آخر برنامه این که ما در خلال فاصله‌ای که بین حداقل برنامه‌ها در یک هفته تا هفته بعدش هست اون موضوعی که مطرح میشه در هر برنامه هر هفته در خلال همون هفته حداقل سعی بکنیم این موضوع رو مد نظر داشته باشیم یکم بیایم حداقل روی این یک نکته خاص به عنوان مثال این هفته موضوع ما سخنچینی هست درباره همین موضوع سخنچینی با خودمون عهد ببندیم و تعهد بکنیم و از اونجایی که خب دیدیم که آیات کلام الله مجید و احادیث پیامبر اکرم علیه السلام چقدر با شدت نسبت به این موضوع صحبت کردن و چه عواقب خطرناکی رو برای ما داره در این خلال هفته‌ای که در پیش رو داریم حداقل سعی بکنیم یک بررسی بکنیم کمی دقت بکنیم در صحبت‌هایی که می‌کنیم و اون صحبت‌هایی که اینجا مطرح میشه هدف این هست که ما اینها رو در میدان عمل بیاریم و باش زندگی بکنیم بیایم اصلاح بکنیم خودمون رو خدای نکرد این گونه نباشه که ما بیایم بشینیم روی صفحه تلویزیون فقط یک سری اطلاعات عمومی رو بیشتر بکنیم و فقط درباره یک سخن چینی مثلا یک تعریفایی رو یاد بگیریم و عواقبش رو یاد بگیریم و بعدن بگیم خب بعدن اگر کسی از ما پرسید که سخن چینی چه انگار که شب امتحان داره میخونیم که فرداش در امتحان تست بزنیم یا در امتحان شرکت بکنیم و نمره بگیریم امتحان حقیقی ما وقتی که در میدان عمل ما عمل بکنیم و به راحتی از کنار این موارد نگذریم اگر خدایی نکرده عادت کردیم به برخی از گناهان و برخی از این صفات و بیماری های زبان و به هر حال برامون عادی شده و تا حالا شاید زیاد نحوستش رو احساس نکردیم و نمیدونستیم دیگه از الان به بعد که دیگه داره اتمام حجت میشه با ما با صحبت هایی که مطرح میشه درباره سخنچینی در خلال آیات و روایات دیگه کار تمام شده است و هیچ بهونه‌ای باقی نمونه برای ما در این باب. بحثو پی می‌گیریم همچنان با جناب دکتر نور محمد و مرا کارشناس محترم برنامه. جناب دکتر ما حالا یکی اومد سخنچینی کرد. خب اون سخنچینی که خب ما اول خودمون هر کسی اینجوری نشه که بقیه نیا کنیم هر کی خودمون باید مواظب باشیم که تا میتونیم سخنچینی نکنیم. این مرحله اول که وظیفه مهمتر خودمون. حالا وظیفه من نوعی در قبال کسی که سخنچینی میکنه اومد یک کسی اومد پیش من نشست و شروع کرد به سخنچینی کردن وظیفه من مسلمان در مقابل این شخص چی هست و چی کار باید بکنم در مقابل این شخص و چطور باش برخورد بکنم نکته اول همون موردی هست که سوره قلم به ما اشاره کرد و صراحتا گفت ولا تطع اهمیت حرفش رو نشنو
بهش اهمیت نده و اولین مهری که بهش میزنی مهر اینه که آقا تو داری دروغ میگی، سخنچینی. از اولین مورد اینه که حرفش رو قبول نکنی. خود مهر سخنچین یعنی مهر بدی هست در هر حال. طرف سخنچین است. اگر دروغ بگه قرآن میگه فاسقه، اگر راست بگه تو حرفی که داره منتقل میکنه هم مازم مشائم بنمیم هست که قرآن اول گفت لا تقل، حرفش رو نگیر. در هر حالت محکومه، در هر حالت محکوم هست. پس ما نباید حرفش رو اصلا به حرفش نباید باها بدیم، هیچ هم انگار نه انگار که چیزی گفت، و اون رو متهم کنیم به دروغ گفتن و ازش هم نخواهیم که این دروغش رو ثابت کنه. خب نقطه دوم اینی که بیاییم بهش پند و نصیحت بکنیم. برادر من، خواهر عزیز، این چی کاری که تو ما میکنی؟ شاید اون منظور خاصی نداشته، شاید بردار نه آقا من در به هر حال شما وظیفت این نبود که شما بیایید حرف ایشون رو به من منتقل کنید. این کار شما بسیار زشت است و این کار شما از به اصطلاح از چشم قرآن کار بسیار بدی هست که اگر شما راست گفته باشید هم ماز مشایم بنمیم هستید و بنگر بیماری های در دل شما هست. اگر دروغ بگید که فاسق هستید، که فاسق دیگه میگن فاسق و فاجر و کافر، یعنی این سه تا کلمه با هم میاد، خب خیلی چیز بدی هست. و اینی که پند نپذیرفت، حرف ما رو نگرفت، خودمون متوجه بشیم که این یک انسان موذی هست، این خودش رو ثبت نام کرده جز بسیجی های شیطان هست، الان نباید ما به این میدان بدیم، ما بیشتر باید گرمش نکنیم، بیشتر تحریکش نکنیم، اصلا ازش دوری کنیم، متنفر بشیم از کارش، بهش بگیم که اگر دوباره این تکرار شد دیگه سلام علیک ما سرد میشه و متوجه بشیم. چون که این فرد کسی هست که دیگه نفرین شده خداست، کسی هست که خداوند دوستش نداره و ما موظف هستیم اون افرادی که خدا دوستشون داره کارایی میکنن که خدا دوستشون داشته باشه با اونو دوستی کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعایش بود اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک و حب ما ينفعنی حبه عندک. خدایا من دوستی تو رو میخوام، دوستی هر چی که هر کی که تو رو دوست داره، دوستی هر کسی که تو دوستش داری، دوستی هر اون چی که منو به نزدیک میکنه به دوستی تو، همین اینا چیزایی هست که انسان دوستش داره. در مقابل عکسش هست که انسان از هر چیزی که خدا ازش بدش میاد، از هر اون کارهایی که کسایی انجام میدن که خداوند از اون کارا نفرت داره یا از اون افراد، از اون گونه افراد نفرت داره، انسان خودش رو دور میگیره تا نکنه که به اصطلاح همنشینی با اونها در این فرد اثر منفی بذاره. راجب دکتر توجیه ببخشید من کلامتون، توجیهی که پیش میاد برای دوری نشدن از این افراد گفته میشه که خب طرف خیر منو میخواد، طرف واقعا داره راست میگه، طرف خب این هست، چرا من چون اینو ملامت کنم، بعد اونو ملامت کنم که پشت سر من این حرفا رو میزد، بعد اونو ملامت بکنم که داره اینجوری میکنه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، پشت سر من یه جوره، جوره من یه جوره، این که اتفاقا خیلی خوب کرد اومد من گفت دستش هم میبوسم، دستش درد نکنه، دشمنای منو معرفی کرد، چرا دوستای منو معرفی میکنه. این توجیهات غالبا این وسوسه ها سبب میشه که ما دوری نکنیم. چه باید کرد با این برخورد؟ این وسوسه ها خودش بیانگر این هست که ما حجم این مصیبت رو درک نکردیم. اگر اون کس حرفی که ایشون نقل میکنن واقعا درست باشه، حداقلش اینه که اون فرد یک احترامی واسه من قائل هست، یک ارزشی واسه من قائل هست. این احترام و ارزش و مکانتی که برای من تو جسم خودش داره باعث شده که این حرف جلو من نگه. خب الان این فرد سخنچین چیکار کرد؟ این فرد سخنچین، این احترامی که اون آقا برای من قائل، این قائلش نیست. اون به اصطلاح جایگاهی که من تو چشم اون کسی که به من بد گفت تو چشم این ندارم. این فحش، آقا نقل فحش خودش فحش است. فلانی به شما گفت آقا شما این چونین هستید، فلانی گفت من نشنیدم، مال خودشه. تو داری همین فحش رو داری به من میگی، حالا رو زبان فلانی میگی اما خودت داری میگی. پس در واقع این شخص به من اهانت کرد، به من به اصطلاح خیلی از اون طرف این خیلی موذی‌تر هست، در حق من خیلی ظالم‌تر هست، خیلی من به اصطلاح چشم این خیلی حقیرتر هستم. بلا این حرف رو تکرار نمی کرد، من خودم این تونست حرف رو منتقل کنه، اون فضا رو که منتقل نکرد.
طرف میگه که اگر یه حرفی شده بود، میگه که اگر آقای عمر این حرف رو گفته باشه، پس آقای عمر باید چنین و چنان و فلان باشه. این جزء اول ماجرا، این طرف شاید اونجا نبود، دیر رسید به مجلس، نفهمید، متوجه نشد، برداشت یه جوریش دیگه بود، اون قسمت رو نگرفت. اگر من خودم اونجا میبودم، میگفتم واقعا حق با شماست، اگر من همچنین کاری کرده باشم، این حرف شما در حق من درسته، اما من نیستم. این طرف رفت اونجا، اون چیزی که میانه من و اون رو خراب میکنه، این قسمت رو برای من آورد. حالا اسمش رو میذاره دوستی، اسمش رو میذاره دلسوزی، اسمش رو میذاره، این خودش نشان دهنده این هست که این فرد تو دلش بیماری داره، یک حقد و حسادت و کینه ای داره، یا نسبت به من یا نسبت به اون شخص. از این دسته گلی که برام فرستاده بود گلاشو برید خارش آورد واقعا. دقیقاً. و چرا آورد؟ یا میخواد چشم منو کور کنه، یا میخواد که به من بده تا چشم اونو کور کنم. پس یک دشمنی یا دشمنی داره یا یه حسادتی داره بر علیه مثلا این دوستی ما، این چشم دیدن این دوستی ما رو نداره، یا میخواد احساس میکنه که رابطه من با اون خیلی بهتر از رابطه من با این فرد، ما با هم هممون دوستیم، اما میخواد که این رابطه رو تاریک کنه تا این رابطه بین من و اون پررنگ تر بشه. در هر صورت این کاری که میکنه کار منبوذی هست و باید جلوش رو من بگیرم، چرا که دودی که از این میاد هم تو چشم من میره، هم تو چشم برخی دیگه که به صلاح اطراف ما هستن. پس بهش بها ندیم، نباید بهش بها بدم. اگر هم مجبور شدم با به صلاح صراحت کامل جلوش رو بگیرم، و اگه مجبور شدم هم واکنش شدید نشون بدم و تهدیدش کنم به این که دیگه رابطه ما به صلاح تیره میشه، حق نداره دوباره این که به صلاح کار رو یا این حرف رو دوباره تکرار کنه. و یه مورد دیگه اینی که وقتی که چیزی رو برای من نقل کرد، من نباید دیگه الان سوء زن بگیرم. حالا من که این رو باید تکذیبش کنم، وقتی من تکذیب کردم به معنای این است که اصلا نباید این رو بها بدم و انگار نه انگار که این رو شنیدم، یعنی تو ذهنم پاکش کنم، تماما این رو میگیرم دلتش میکنم، دیگه دوباره این تو ذهن من نباشه و این باعث نشه که هیچ وقت من با اون طرف در رابطم، در به اصطلاح برخوردم، اصلا انگار نه انگار که چیزی به وجود اومده. اگر به این مرحله رسیدم خوبه، اگر نه یعنی اینی که من این منو واداشت تا من تجسس کنم. خب جناب دکتر، حالا بعضی مواردی هست که خب شاید موردی هست که مهم هست، موردی هست که جای مسئله خیلی مهم و سرنوشت سازی باشه که با جون افراد، با آبروی افراد، با مال افراد در ارتباط هست و احتمالی میره که خب راست گفته باشه، احتمال داره که جریانی باشه. اگر انسان این رو یک جوری اهمیت داد و رفت و بررسی کرد و تحقیق کرد، باز هم ملامت میشه در این باب؟ من این نوعی که شنیدم اینو، اگر قضیه مثلا یک نوع رابطه اخلاقی هست، یک نوع قضیه فقط یک حرفی هست، آقا فلانی در حق شما اینو گفت، اهانتی هست، فحشی هست، یک چیزی هست که فقط هدف تیره کردن رابطه هست، این رو نباید هیچ بهایش داد، نباید تجسس کرد، نباید سوی زن داشت، نادیده کاملا گرفت، این طرف رو باید بسیار ملامت کرد. اما یک موردی هست که مورد حکایت جان شخصی هست، حکایت ناموس شخصی هست، حکایت برمیگرده به مال و ثروت شخصی. همونطور مثال زدیم که طرف میخواد مثلا باش شراکتی درست کنه، شراکت دروغین که مالش رو بالا بکشه، یا میخواد به ناموس طرف تجاوز کنه و اسمش رو میذاره ازدواج و دو ماه دیگه که از اینجا میره دختر مردم رو میذاره و فرار میکنه، یا نمیخواد به اصطلاح میخواد که طرف رو یه بلایی سر جانش بیاره. خب برای سفری آقا میریم گردش چین، و چون که من رفیقش بودم به من گفته بود که من قبلا با به اصطلاح مافیا در اونجا رابطه گرفتم که رامونجا میرم میفروشمش، برده فروشی. یک موارد این چنینی که هست که ضربه میزنه، حالا این موارد باید حقیقت داشته باشه، در این موارد که حقیقت هست و من مطمئن هستم، نه یک وهم و خیال و خواب و خیالی که من از سر خودم ساختم، در این موارد باید، نه اینکه من حق دارم، وظیفه من هست
این دیگه واجب هست. اینجا قضیه نهی از منکر هست. در این موارد باید من به اصطلاح کسی که بهش ضرر میرسه، حتی اگر این در بازار باشه، من رفتم تو دکانی این لیوان رو من از دکان همسایه خریدم 200، اومدم اینجا میبینم که صاحب دکان داره همین رو به اصطلاح بیه پیرزن بیچاره میده به 1000، من میدونم که الان داره به این ظلم میکنه، یه ظلمی رو من دارم میبینم. اینجاست که میگم خانم بزرگ ببخشید، این لیوان رو من از اینجا گرفتم 200، اگه این آقا به 200 میده بخرش، نیست برو برو دکانم. یعنی اینجا یک منکری هست که دیگه واضح هست، شفاف هست. اینجا وظیفه من هست که به اصطلاح نهی کنم از این منکری که اینجا هست، دیگه نگم که آقا پول از خودش، اونم هر چه ظلم میخواد بکنه میل خودش، روز قیامت اونجا یک دلیلی داره برای اثبات این حکم. اونجایی که هیچ وظیفه دلیلی وجود نداره که ثابت بکنه اون سوءظن رو، نباید در اونجا که به اصطلاح این باعث میشه که کدورت ها به وجود بیاد و من در یک گناه دیگه ای شریک بشم، که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که خداوند متعال میفرمایند که ای مؤمنان شما باید خیلی از گمانهای بد رو ازش دوری کنید، چرا که بعضی از گمانها گناه هست، که شما تو این بعض نیفتید که برخی از گمانها گناه هست، این باعث نشه که شما تو این هشل بیفتید، باید از خیلی از گناهان و همچنین باعث نشه که من برم تجسس بکنم. خداوند متعال به ما گفت که ولا تجسسو، حق ندارید که برید گوش آب بدم که چی خبره، واقعا حق با گوشون بود یا نبود. نه، من حق ندارم به هیچ عنوان در زندگی شخصی و در مسائل دیگران شنود داشته باشم، گوشیشو چک کنم، نمیدونم سر بکشم تو خونهش نگاه کنم، تجسس کنم که واقعا اون حرفی که فلانی به من رسونده بود درست بود یا نه. این موارد نباید داشته باشم و نباید در پی تحقیقش باشم. و یک مورد دیگه که هست که این حرف سخنچین رو تکرارش هم نکنم، چه دیگه هم نکنم که من باز یه سخنچین دیگه نشم. خب الان اون اومد یه سخنچینی کرد، خبرچینی کرد که آقای احمد آقا در مورد شما چنین میگن، من میرم جای دیگه پیش تقیخان میگم آقا تقی شنیدی که احمد آقا میگه که محمود در مورد من این گفت. حالا من دو بار سخنچینی کردم، یعنی سخنچینه به اصطلاح از سخنچینی از احمد آقا هم کردم، از محمود هم کردم، پیش تقی هم کردم. الان اگر احمد میخواست که بین رابطه من و محمود رو خراب کنه، الان من رابطه محمود و احمد و خودم و تقی همه رو تیره تار کردم. پس این کار هم نشه. و اینی که مرتب به این سخنچین گوش زد کنم که برادر عزیز مطمئن باش که همیشه خورشید پشت ابر نمیمونه. یه روزی هست که روابط شفاف میشه، همه چیز رو میشه، اون وقتی که دیگه سخنچین بدبخت روزیام کش است و روزیا میشه و همونطور که سعدی گفت فرمودن دیگه به هم زمستون میره و سیاهی برای زغال میمونه. بله زمستون میره و دقیقاً سیاهی هم برای زغال میمونه. جناب دکتر یک موضوع دیگه که خب حالا این مسائلی که بیشتر با این کوچولوهای عزیز ما در این باب درگیر هستیم، ما هفته پیش هم در آخر برنامه گرچه زیاد فرصت نکردیم، الان هم وقتمون کمتر مونده، بیشتر مشاهده میکنیم که ما فرزندان عزیزی که ما دارن، عزیزان به هر حال کودکانی که در خانواده هستن، کودک‌ها باز در بحث بیماری های زبان بیشتر درگیرن. قلب صاف و پاک و زیبا و نازنینی دارن، اما این زبونه خب به خاطر همنشینی و شرایطی که هست این زبونشون گهگوداری مبتلا میشه به سخنچینی. شما چه عواملی رو سبب می‌بینید در این سخنچینی در کودکان و راه حل‌هاش؟ در کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. اجازه بدید که من در حق کودکان دفاعی از ایشون بکنم، از کودکای عزیز، و بگم که کودکان در واقع سخنچینی نمی‌کنن. اون چیزی که کودکان انجام میدن یه سود کشیدنه. خبر بابا منم هستم. یه توجه اینورم بکنید. منم وجود خارجی دارم. کودک به خاطر جلب توجه دیگران بیاقه سرایی میکنه، سخنچینی میکنه، حرف اینو اونو میگه، به هر حال یه سوتی میزنه که منم هستم. خب این در واقع اینطوری هست. اما اجازه بدید با همون شیوهی که از کودکان دفاع کردیم یه تازیانه بزنیم با عرض معذرت به اطرافیان کودک.
که کسی که کودک رو داغون میکنه اطرافیانش هستن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل مولود یولد علی الفطره، همه کودکان وقتی متولد میشن اینها صاف صافن، به اصطلاح قلب صافی دارن، مثل آینه پاکن و بر فطرت انسانی هستن، اینها بر حقن. الان اینجا خانواده پدر و مادر اطرافیان هستن که اینها رو مثل یک چوبه به اصطلاح تر اینها رو هر طوری که بخوان تجشون میکنن و منحرفشون میکنن. اینه که پدر مادر وقتی میان، مادر میاد میگه بابا چی گفت؟ خب یه چی گفت؟ آفرین این هم شکلات. که چی اومدی حرف بابا رو که تو هم تو به اصطلاح مهمون خونه با مردم نشسته بود شوخی میکرد فلان، این رو با آورد به گوش مادرش رسید شکلات گرفت. بار دیگه بابا نگفته رو گفته میشه و میاد بشه به خاطر شکلاته خیلی چیزای دیگه که بابا هم نگفته رو میگه. در مقابل پدرم میگه که چی شد؟ مادر بزرگ وقتی میاد محمد جون بابا مامان دیشب چی شد؟ دعواشون رو چی بود؟ حالا میخواد که از طرف حرف بکشه. حالا دعوا یه روزی دعوا شده بود، پسر اومد گفت شکلاتی هم گرفت. الان دیشب که دعوا نشده بود اما شکلاته، اگه بگه که بله هیچی نبود، خیلی همه چیز آسمون آبی، همه خوب و سرحال، داشتیم قبراک تلویزیون نگاه میکردیم، شکلاتی نخواهد بود. اما اگه نه بگه که بله مطابق خورد به سر بابام و نمیدونم چی خورد به سر مامان و این دیگه مثلا بچه رو کی خرابش کرد؟ اطرافیان خیلی وقتا هست که بچه رو تشویق میکنن که به اصطلاح خبرچینی کنه و این متاسفانه حالتی هست که یا بچه مثلا حسادت میکنه، به اصطلاح کاری انجام داده میدونه که سرزنش میده، میره به اصطلاح به تهمتشو به خواهرش میزنه، یا یک مواردی به وجود میاد، انگیزه هایی به وجود میاد در کودک که سخنچینی میکنه. راه درمانش چیه؟ حالا این کودکی که همچین موردی داره، اول ما باید انگیزه رو کشف کنیم چرا این کارو کرد. اگه فقط میخواد خودش رو مطرح کنه باید فضایی به وجود بیاریم که مطرح شدن کودک از مسیر درست باشه نه از مسیرهای منفی. وقتی که سخنچینی کرد حرف کسی رو آورد اصلا توجه نکن، اصلا بهش بها ندیم، حرفش رو اصلا گوش نکنیم که احساس کنه کار بدی کرد و این کار، این شیوه خریدار نداره. و در این حال بیاییم براش توجیه کنیم که این کارت کار بدی هست، حالا در اون لحظه یا بعدن توجیه کنیم. و شیوه های توجیه هم بهتر اینه که به صراح غیر مستقیم باشه، قصه بگیم براش، فیلمی براش بذاریم که در موردی به صراح کسایی که سخنچینی کردن عاقبتشون چی شد، چه به صراح تازیانهی بهشون خورد و چه مشکلاتی براشون سبز شد و آخرش به صراح چقدر آبروریزی شد. به این صورت بهش بفهمونیم، تلقین کنیم بهش که این شیوه مطرح شدن نیست. اگر قضیه حسادت هست اون حسادت رو برطرف کنیم، اگر قضیه انتقام جویی هست اون قضیه رو حل کنیم تا بچه به اصطلاح از این شیوه استفاده نکنه. یه نقطه بسیار مهمی هم هست که بچه همیشه در پی یک الگو برای الگو برداری است، یک موردی باشه که ازش تقلید کنه. وقتی که پدر سخنچینی میکنه، وقتی مادر سخنچینی میکنه، یکی از خیشان بچه هم یاد میگیره. در مقابل ما بیاییم برای بچه یک الگوی درست اخلاقی رو معرفی کنیم که همه چیز با این الگو ربط داده بشه، که اینی که ماه تابان شد، اینی که شمس نبوت شد، اینی که پیامبر خدا بود، اینی که عزیزترین شخص پیش خداست، صفاتش این بود، این کار رو بعدش می اومد از این کار، سخنچینی نمی کرد، می گفت که سخنچین تو جهنمه، تو بهشت نمیره. این رو وقتی به کودک میرسونیم، کودک خود به خود به اصطلاح میدونه که جهتیابیش کدوم وری هست. و یک موردی که من البته اجازه میخوام از شبکه جهانی وصال حق که یک ایرادی هم بگیرم از شبکه جهانی وصال حق و در این حال از تمام شبکات توحیدی، اینه که ما یا شبکات توحیدی روی این مورد حرف نزدیم. ما میاییم برای بزرگا میگیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه بود،
با آقای سلیمانی میریم، همگام نبی رحمت میریم، نمیدونم پیامبر در قرآن میریم، نمیدونم سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو میدیم. به کی میدیم؟ به یک به اصطلاح قشر بزرگ جامعه که پختن. اگه ما هم بهشون نرسوندیم خودشون تلاش میکنن میرسونن. در مقابل کودک که ساختار بنیان اساسی جامعه و آینده است، این داره اخلاقش رو از حاج زنبور اثر یاد میگیره، از نمیدونم زورو یاد میگیره، از نمیدونم تاموجری و گربه و موش و اینجور چیزا یاد میگیره. ما باید در این مرحله، این تمنای من هست از تمامی شبکات توحیدی و اهل علم و رسانه و دعوتگران، که بیاییم الگو بسازیم. الگوی ساخته شده داریم، ما نیاز نداریم ما بیاییم معرفی کنیم پیامبر رو به زبان کودکانه، به کودکانه معرفی کنیم صحابه و الگوهای شایان تاریخ اسلام رو که از مثل ستارگان در آسمان درخشان هستن، اینها رو بیاییم به کودکان نشون بدیم. به خدا سوگند که اگر تمام غرب و شرق یک نفر، تنها یک نفر مثل صحابه ما داشتن، یک خالد ابن ولیدی اگر می داشتن، یک ابوبکر و عمر و عثمان و علی و قعقاع و سعدی می داشتن، یک طلحه و زبیری می داشتن، یک نفر از اینها رو می داشتن، چیها که نمی کردن. چه به اصطلاح به هر حال یک ستاره درخشانی پیدا کردن. اونها ستاره ندارن، میرن زورو درست میکنن، یک ستاره به اصطلاح نقاشی میکنن. ما که داریم ازشون استفاده نمی کنیم متاسفانه. انشالله که این قول رو حالا از شما میگیرم، این قول رو که انشالله ما رو همکاری بکنید در این مسیر که پیشنهاد اولیه رو دادید، و انشالله امیدواریم که بتونیم در این زمینه هم حتما برای این دلبندان عزیز، کودکان جامعه خودمون، برنامه داشته باشیم. به پایان برنامه رسیدیم جناب دکتر، و فقط در کمتر از یک دقیقه اگر خلاصه کلامتون و باقی مانده صحبتتون با بینندگان داشته باشید. اگر شما اجازه بدید همون جمله‌ای که شما شروع کرده بودید، اون جمله رو من به این صورت تموم کنم که دوستان عزیز، این برنامه‌ای که ما می‌گیریم یا موضوعی که می‌گیریم در طول هفته، این رو یکی این که بر خودشون اجرا کنن، خودشون رو به اصطلاح محاسبه کنن در قضیه سخنچینی، در دوم برای اینکه این کارشون بهتر رونق پیدا کنه، هر یکی در حسب توانشون در این موضوع حداقل یک صفحه نگارش داشته باشن. سخنچینی یعنی چی و عیب و ایراداش چطوره، چطور به اصطلاح خودمون رو کنترل کنیم، اصلاح کنیم، و هر یک سعی کنن حداقل در 10 دقیقه 5 دقیقه در این مورد یه چیزی ضبط کنن تو موبایلشون، تو نمیدونم هر چیزی که به اصطلاح دارن، و این رو به دیگران منتقل کنن. در هر جلسه‌ای که نشستن به گونه‌ای جلسه رو به اصطلاح موضوعش رو برسونن به مسئله سخنچینی، و در این مورد 5 دقیقه حرف بزنن. وقتی شما به دیگران حرف میزنید، خود به خود دارید، یعنی انگار که دارید به خودتون با صدای بلند تلقین میکنید، و این باعث میشه که بازتابش در خودتون مثبت باشه و خانخواه شما اون رو استفاده مفید ازش ببرید. و از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، از همه شما بینندگان کمال تشکر رو دارم، و از شما که همین فرصت رو به من عنایت فرمودید و منت نهادید کمال سپاس و تشکر رو دارم. جزاکم الله خیر. من هم تشکر میکنم از طرف بینندگان عزیز و از طرف خودم از حضور شما در این برنامه، و جا داره که از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو یاری کردید، همچنین از عزیزانی که پشت صحنه هستن و چهرهشون رو ندیدید تا به حال، انشاءالله که فرصتی بشه اون عزیزان رو هم ببینید، احمد جان و محمد جان و عبدالله و بقیه دستان در کاران اتاق کنترل. و فراموش نکنیم که المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسیه که دیگر مسلمانان از زبان و دستش در امان باشن. چقدر زیباست وقتی که دوربری ها از زبان ما احساس امنیت بکنن، چقدر زیباست وقتی که زبون ما در جمعی به کسی ضربه نزنه، و فراموش نکنیم که زخم زبان از زخم شمشیر بدتره. پروردگارا، پدران، مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، دوستان و اقربا و آشنایان و تمام موحدینی رو که قبل از ما از امت اسلامی به دیار باقی شتافتن و به ملاقات شما، همه اونها رو مورد آمرزش و مغفرت خودت قرار بده، بگید آمین. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو بر الله متعال می سپرم. الله یار رو نگه دارش.
جزاكم الله خير، شكرا لكم. نعم، الله يجزاكم الله خير.